مدوند، میثم ابراهیمی، فرزاد فرزین، رضا صادقی، حمید هیراد، ماکانبند و خلاصه 50% از آهنگ‌های پاپ چند سال اخیر موسیقی ایران توسط گروه پازل تنظیم شدند و البته 50% دیگر آهنگ‌ها را هم مسعود جهانی زحمت تنظیمشان را کشیده. پس اگر چند روز دیگر در اخبار 23 دیدید برای تنظیم بازار موسیقی و جلوگیری از افزایش قیمت بلیت کنسرت‌ها علی رهبری و آریان بهاری را به عنوان سلطان تنظیم دستگیر کرده اند، اصلاً تعجب نکنید. حتی از آنجایی که هم کلمه پازل و هم کلمه بند انگلیسی هستند، هیچ بعید نیست که به زودی جناب حداد عادل در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی دستور تغییر اسم پازل بند به قطع گروه در هم چفت شونده را صادر کند. خب به افتخارشون. خیلی خوش اومدین. قربونت برم. خیلی ممنون آیان عزیز. معرفیتون رو دیدین؟ آره خیلی جالب بود. جالب بود. خیلی خوب و پرآشیه بود. دستگیریش. آره. خوب و پرآشیه بود. چند وقت با هم دوستی؟ آقای احتشامی. بله. درود بر آریان عزیز. درود بر علی آقا. خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه امشو. ان شاءالله که همیشه شادی باشه. چند وقت با هم دوستین؟ ما چند ماهی میشه؟ خیلی ساله. ولی چند ماه تازه ارتباط برقرار کرده؟ آره فکر کنم چند ماهی میشه. ما 10 ساله. 10 ساله. خودتون دانشگاه چی خوندین؟ موسیقی خوندین یا نه؟ نه موسیقی نه. هیچ کدومتون موسیقی نخوندین؟ من رشتم مکانیک. ای واقعا؟ چه جالب. من کامپیوتر خوندم. نرم افزار خوندم، ولی خب شاید تو موسیقی نداره، ولی تأثیر داره بالاخره یه ذره. اعتقادی نداریم به تحصیلات موسیقی یا اصلا آکادمیک ادامه بدن بچهای جوان و حالا میخوان ادامه بدن آکادمیک برن یا نه نوجوانا؟ اگر در کنار بیزینس موسیقی در واقع این قضیه شکل بگیره خیلی هم خوبه. یعنی در همه جای دنیا یه چیزی تدریس میشه در دانشگاه موسیقی به اسم بیزینس موسیقی، که خیلی از دوستانی که الان در موسیقی ما دارن کار انجام میدن خیلیشون ها دوستان خوب من هستن، نوازنده های خیلی قدری هستن، خواننده های خیلی خوبی هستن، ولی ناموفق شدن بیشترین دلیلش اینه که بیزینس ره موسیقی رو ازش دور بودن و فاصله گرفتن. البته این طبیعیه، میدونید که هرچقدر درصد هنر میره بالاتر معمولا این بیزینس ازش فاصله میگیره. هر چقدر طرف هنرمندتره بیزینس ازش فاصله میگیره. یعنی الان بیزینس ارجحتره؟ نه شما میگید به اندازه باید باشه. البته معمولا تو کار ما این کار ما خودمون انجام نمیدیم، چون کار ما نیست، کار مدیر کار مدیر برنامه است. ما از اول هم نمیتونستیم خودمون قسمت بیزینسش رو دست بگیریم. برای همین واقعا حالا چند سال بهش فکر میکردیم، حالا دوستای زیادی داشتیم بابت این قضیه بیزینس، ولی خب دیگه فکر کردیم که یکی که واقعا متبهره توی بیزینس بیاد کار بیزینسی رو انجام بده. ما به همون حامد کلیوند که یکی دوستا پیدا شد، دوستان قدیمی بود که به عنوان دیگه بیزینس کلا گروه پازل دست ایشونه، بعد حالا البته سولو پروداکشن هم همینطور، یعنی اون قسمتی که زدیم برای پروداکشن برای خواننده‌های دیگه که قسمت بیزینسش و مدیریتش دست حامد کلیوند. ما یه کمپانی زدیم به اسم سولو پروداکشن که فعالیتش از پارسال شروع کرد، که این کمپانی در واقع کار پروموت خواننده‌هایی که یه تعدادشون خواننده‌های خودمون انجام پازل بند بودین. بله. حالا من یه سوال، شما سامان راستی اینا الان اینجا میرسیم سراغ این، شما چی به آکادمیک اعتقاد داری یا نه موسیقی رو؟ عرضم به خدمت شما که هنر اولا به نظر من حاصل تفکر و دست بشره، بعد طی زمان نوشته شده و چقدر خوبه که همونطوری که ما تاریخ یاد میگیریم و همونطوری که از گذشته ها درس یاد میگیریم بتونیم گذشته هنرمون رو در یک جای آکادمیک یاد بگیریم و همراه باهاش حالا کارهای جدید خلق بکنیم، و به نظر من حتما واجب هست برای یک کسی که میخواد موزیسین باشه دروس آکادمیک موسیقی رو یاد بگیره، ولی لازم نیست.
لازم نیست. خیلی از موزیسین ها هستن که دانشگاه موسیقی نرفتن و اصلا سواد موسیقی هم ندارن ولی یک آثاری رو خلق میکنن که در تمام جهان جاودانه هست. مثل یانی. که کسان دیگری برای ایشون ارنجمان کردن و رهبری کردن و کار کردن، مثل آقای شهرداد روحانی و تراوشات مغز آقای یانی رو روی کاغذ آوردن و توانایی این رو پیدا کرده ارکستر این آثار رو اجرا بکنه. البته میونو کلامتون بلد نبودن که ارنج بکنن ولی میتونستن بزنن، میتونستن اجرا بکنن، بله میتونستن اجرا بکنن ولی به صورت آکادمیک چیزی رو نمیدونستن. خیلی استعدادهای این کار، خیلی استعداد انسان هست. خیلی ها هستن خیلی درس موسیقی هم میخونن ولی حتی یک ثانیه هم نمیتونن موسیقی خلق بکنن که به جان مردم بنشینه. شما ماشاءالله همه کار هم میکنین، نه ریمیکس و تنظیم و همه چی، ترانه، ملودی، وکال، میکس، آبا حس خالی کار بانکی انجام میدین، برفارو میکنین، همه چی کار وقته اضافه هم میدین، ورزش هم انجام میدین، ورزش خیلی مهمه. پازل بند بودین بله، ولی الان به پازل دیگه بله. این چه اتفاقی افتاده؟ دلیلش هم میتونم بگم، علیجا بیا من دارم دلیلش. یکی این که جزء اولین بندهایی بودیم که حالا به عنوان بند اومد و به صورت یک خواننده و یک پرودیوسر فعالیتمون شروع کردیم. حالا کلا از اینجاش بگذریم برسیم به اصل مطلب. یهو ما اومدیم دیدیم که دو سه سال پیش، خیلی راحت بگم دیگه، دیدیم که همه اومدن واسه ما گذاشتن فلان بند پشه بند فلان کمربند. آره کمربند دقیقاً اسم قشنگ اینو یادم رفت. حتی روز اول همه منو مسخره می‌کردن. وقتی ما ایده رو داده بودیم همه میگفتن چی بند اصلا چی، یعنی چی گروه خواننده داره؟ گفتم آقا من می‌خوام اشتباه کنم دیگه، شما درست میگی. اشتباه قشنگ. الان یکی که اول نفره که منو مسخره کرد محسن یگانه بود. راجع بند نه کلم که آقا اصلا این کار چیه، به اسم تکی برید جلو. ولی خب ما اصلا اعتقاد به اسم تکی نداشتیم. به مرور زمان مرور زمان گفتیم که آقا این شاید در آینده، شاید اصلا 20 سال بعد ما خودمونم یعنی جزء اعضای ثابت هستیم ولی خب خواننده میاد، بالاخره تنظیم کننده بیاد، آهنگساز بیاد، این در مسیر باشه، هی بره جلو، نیروی جوان بیاد. خودمون هم جوونیم، حسین نداریم. حالا برای بنده که گفتی منظورت با مکان بند و هوروشمند و اینا نبود؟ من منظورم با کس خاصی نبود، پشه بند و کمر بند نبود. خب بخشی بوده بخشی نبوده، سو بوده. خب محسن جان یگانه چی گفت راست؟ اونم بگو به ما. اولا سلام میکنیم بهش. سلام واقعا حسین، واقعا عزیزه، واقعا انشالله یه روز خیلی محسن بیای برنامه ما، افتخاری، دوستت داریم، مردم هم خیلی گفتن دعوتت کنیم. محسن یه ناراحتی کوچیک با هم دیگه داریم ولی خودش میدونه سر چی. موتوره؟ نه سر یه پروژه. آها آره. بچه رو دادن امیدآجیلی عزیزم با محسن چیز داشت یا نه؟ جزء مشکلی ها بود یا نه؟ نه با این مشکل فرق میکنه. بغیر از سیروان. این مشکل شوخی هاست. پروژه فلان مثلا ما نیست. خب چی گفتش بهتون؟ یادم نیست دقیقا. الان میگه میترسم یه چیزی بگم الان فردا بگم. ناراحت میشه. ناراحت میشه. محسن که دیدی. یادم میگه چی بود گفتی؟ محسن حساس. آره. آره واقعا حساس. محسن واقعا. یکی از کاراش هم برداشتن کاور کردن ترکی، خواننده ترکی خونده. نه. کارشو کاور کردن. یعنی کاوری که خودش هم اعلام کرد دیگه در واقع اون کارو. یک خواننده زن ترکی اجرا کرد. آخه واقعا تعجب نداره برای اینکه چرا ایرانی ها واقعا قوی هم. چرا از ما نزنن؟ چرا همیشه ما باید بزنیم؟ از اونو کپی کنیم؟ چیز کاراتون شبیه مکانبند هوروشمند هم هست یا نه؟ کارای ما شبیه نه همجور کاره... سوال میکنم کاراتون شبیه هست یا نه؟ نه شبت نه. آخه یه اپی داری اسپاتیفای میزنی مشابه میاد، بچه ها سرچ کردن مثلا کارهای شما رو داشتن گوش میکردن بعد دیدی که کنارش میزنه چه خواننده هایی نزدیک به این هستن. آخه شما الان موسیقی های ما رو بذارید، موسیقی هر دوستی هم که دوست دارید بذارید، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. یعنی خب البته یه نکته هم یه توضیح هم شما خودتون اساتید اینجا نشستید ولی خب مثلا میگن که 6 و 8. خب 6 و 8 معلومه همه میزنن و 6-8 بستگی داره. مثلا آقا مثلا ما میزنیم، یه گروه دیگه میزنه، یه خواننده میزنه، بستگی داره به چه شکلی، به چه پروداکشنی، به چه ترانه ملودی بیرون میاد، محتواش چیه.
و اینا همه میزنن. من به نظر من سازبندی هم این اسپاتیفای این کار رو انجام میده. شاید اون فرکانسی که این سازها ایجاد میکنه در یک لولی قرار میگیره و موجب میشه که این آهنگ ها شبیه هم شنیده بشه. به نظر من سازبندی شاید این چیزا هم هست، شاید توی یه تمپوه، شاید روی حالا مثلا یه برنامه‌ای هست اصلا خود به خود میگن ما رو شبیه اون بزن تو برنامه، می‌نویسن این اتفاق بیفته با. یا بیار مال بالا تو چه کار چه درده‌های جهانی که هست. نه همین کاری که جواد میکنه اول برنامه، ما بیایم بالا. آره میکشه بالا، میکشه بالا. ولی خب این نرم افزاره. خب اگه الان چهار نفر کار موسیقی بخوای نام ببری، کیا رو اسم ببری؟ کارشون قبول داشته باشی؟ کارشو قبول دارم، من همه کارشون قبول دارم. چهار نفری که مثلا منم تو فوتبال خیلی قبول دارم، ولی من مثلا میگم علی کریمی، علی دایی، خداداد عزیزی، کریم باقری، مثلا توی فوتبال، توی موسیقی مثلا از شما سوال کنم چهار نفر بگی. من راست حسینی که بهتون بگم چهار نفر تو موسیقی فرق نمیکنه. نه نه. خیلی خوب داریم چهار نفری که به سلیقه شما نزدیکن. افشامی. بابا مخلصیم. یکیش خیلی ممنونم. آقای شجریان. من در کنار استاد شجریان. استاد شجریان پدر یا پسر؟ جفتشون. جفت. استاد خب یکی باز حساب مون. خب. خب. بعد سیروان عزیز. سیروان خسروی که دیگه میشناسین و چهارمی من. چهارم. شاد مهران. چهارمی شما؟ آره دیگه گفتم دیگه. چهارمی رو ایشون؟ الان گفتم اصلا چهارمی رو. چهارمی شادمهر. آها شادمهر. من فکر می‌کردم چهارمی. نه ایشون گفتم، من یه اشاره کردم که آره شادمهر. گفتم چهارمی رو من میگم. شما خودت بگی حالا. ما گفتیم با هم دیگه، گفتیم دیگه. آها با هم شما هم همین نظر داری؟ ما همه چیمون. یعنی اولی سامان احتشامی و بله. استاد آخه اینجا اینجا نیست. مگه کسی هست که استاد من اگه سامان اینجا نبود امیر فتحی دیدی اینا رو؟ دم شما گرم. زنده باشید. خیلی ممنون. اگه یه ساز می‌خواستی باشی، دوست داشتی چه سازی باشی؟ چه سازی باشم؟ آره، ساکسیفون، پیانو. درام. شما چی؟ من سوال سختی. بیسم دوست داشتم. درام. خیلی سخت. کوزه نمی‌خوای باشی؟ علی کوزه هم بهش میاد آقا. نه. شیکر هم خوبه. همه سازا آخه ببین هر سازی خب الان یه ساز تبدیل به من یه ساز میشه. من میگم که با ساز عاشق شدم مثلا. یعنی من بیشتر میگم هر کسی با یه چیزی خدا رو درک میکنه. هیچ چیزی مثل نوت‌های ساز نتونست من رو این شکلی به وجد بیاره. حتی گریه میکردم وقتی میزدم، ساز میزدم. اول من رهبر ارکستر بودم، تنظیم کننده بودم، بعد اومدم نوازنده بودم، بعد اومدم تو کار کننده. به خاطر همین نمیتونم بگم الان. احساس میکنم بی احترام، یه احترام خاصی قائلم. حالا من همیشه به استاد میگم، همیشه میگم استاد میگه آقا نگو، من استاد میگم آقا اصلا من نخوام نگم به دوست. سامان جان میتونی فکر کنم بهت خیلی به خاطر اینکه من میدونم چقدر باید زرش کشیده بشه که به این مرحله برسه. خیلی نوازنده خوب پیانوی علی رحمه. بابا استاد ما واقعا با پیانو هم شروع کردی. من با پیانو. اگه حالا یه حیوان می‌خواستیم باشیم چی می‌شدی؟ حیوان؟ آره. من که عاشق حیواناتم. یعنی اصلا شما یک شو انتخاب کن. الان تبدیل می‌شدی به یه حیوان. من گربه. چی؟ گربه. گربه. من ایگل. عقاب. عقاب. عاشق عقاب. کلاً کاراکترش و اوج و کاراکترش رو دوست دارم چون خیلی خودشو عوض می‌کنه. اصلا این ربطی هم به چیز نداره. ربطی به تغییر اصالت نداره. یعنی این ربط حیوان به خونگی هم داریم؟ نه نمیتونیم داشته باشیم. من دارم. چون تو چی داری؟ من خونم گربه. گربه. من هم که شما... گربه دارم. تو هم گربه داری؟ بله. بله دست تو دیدم. آقا تفاهم. همین دیروز دستاش اینجا رو درگیر شدی سامان پنجول کشیده گفت نه قطره داشتم تو چش گربه مینداختم. ناخوناش هم میخوایم بگیری همین کار میکنم. آره من ناخوناش رو نمیگیرم، میدم به بچه های سامان. شما اگه یه حیوان میخواستی باشی چی میشدی؟ من سگ میشدم. سگ میشدی؟ سگ میشدم. ولی گربه خودت داری؟ خودم گربه دارم چون توانایی نگهداری گربه دارم. سگ حیوانی رو باید ببری بیرون بگردونی. من خودم وقت ندارم برم بیرون.
آها گربه راحت تره. گربه خودش کارهای خودش رو میکنه و گربه مستقله و گربه بیش از 70 چند ساعت میتونه تنها برای خودش زندگی کنه و اصلا ناراحت هم میشه از قلمروش بیاد بیرون. من نهایت 24 ساعت خودم میتونم تنهایی زندگی کنم. نه اون میتونه 70 دمه گربه گرم واقعا. خب آقا یه سری عکس ببینیم. آها اون عکسای معروف. آره نه نه اونجوری نیست. خیلی خیلی درد خونریزیه. نه نه نه. علاوه موسیقایی انتخاب کنیم. این یا اونه. قشنگ. خب. هیراد عزیز و امشو. جان؟ امشو. من اون بالایی رو دوست دارم. امشو رو خودتون رو. نه امشو رو. این برنامه رو. خب از این دو تا عکس. اونا دیگه گفتیم دیگه. امشو دیگه. به غیر از اون هیچ کدومشون یعنی هیچ کدومشون رو چه جابی اینا چه یکیشون رو میدونم بعد فهمیدیم با جفتشون حال نمی‌کنید ولی الان به گفتیم کمتر حال می‌کنین اون انتخاب کنین ما اینا چه رفیقامون هم داریم شروع می‌کنیم باهاش اون اتفاقا چه دقیقه رفیق خب حالا سر شو جفتشون ما کردیم اونا هم چه بچا بیان اون از موسیقی پاپ شما خودمون پروموتش یکی جفتشون نمیشه آقا سه نفرن دیدی اینا رو چه خب خب اون اونا که اونا رو می‌شناسین فر کیا سه نفر اسم ببر ببینم اسمشون ببر سه نفر رو ببرم آره حمید امیر روحام خب کدومو الان انتخاب میکنی؟ کدومو میخوام انتخاب بکنم راستیتا ماکانو خب بریم بعدی بچه ها مهراد بین ماکان شما چی تو چی علی داره میپیشونه برا یواش این بعد آریان گفتی من اوکی ام من نه نه خودت تو هم نظرتو بگو مهراد نه فکر کنم نه نیست اینجا واقعا رو درواسی آریان گیر نه با رو درواسی با حرف اون یکیه فرق نمیکنه خب بعدی رو بریم پس بچا آها مهتیو خب انتخاب کردم هوروشمند انتخاب کردم بریم بعدی 100% خودتون میدونید خودتون میدونید محسن جان یگانه رو میخوان انتخاب کنن درست میگم علی جان بله چرا شاکی بود انتخابا نه گفتم 100% 100% آخه یه جوری با ناز داشت محسن نگاه میکرد گفتم همچنان محسن جان یگانه خدا رحمتش خدا جان پاشایی عزیز خدا بیامرزش با اینکه هر جفتشون هم واقعا رفیقا یعنی خاطره داریم با هم دیگه ولی با احترام میتونم بگم محسن هم آره روح شاد من آخه قرار بود کنسرتشو برم که دیگه فوت کرد و چقدر یه پرواز از کیش می اومدیم با مرتضی پاشایی عزیز چقدر خندیدیم اون پروازو آره آخرین دیدارمون بود خب گلاب و محسن یگانه بچه شوخیه دیگه یعنی منظورم که آره بابا همه رفیقامونن همه رفیقامون نه میام دوستان اگه ویدیوام دیدن ناراحت نشین نه بابا خودشون میدونن ناراحت نمیشین نمیدونی قصه ولی اون دو تا اولیا رو چرا اونجوری که شما سخت انتخاب کردی من خودم ناراحت شدم به غیر از اینا ولی اینا همه بچهای با همچنان محسن خب امیرعباس هم مهمون ما بود دمش گرم دیگه معلومه دیگه تکلیف الان معلوم محسن و شادمهر عزیز شادمهر بله بله دوباره داریم دمتون گرم تموم شد بله همین برنده شادمهر جان شد اصلا حاشیه هم نداشت اذیت و آزار نداشت هیچ چی نداشت برنده شادمهر شدن استاد بله یک کار البته من یه توضیح بدم بگو ما همه خواننده ها رو در واقع ببین اصلا کسی که میتونه در کارش موفق بشه و دیده بشه و طرفدارای کسب کنه عدید من با ارزش ولی خب در کنارش بحث موسیقیایی وجود داره یعنی مثلا این چیزی که ما داریم میگیم یه بحث سوء تفاهم نباشه سلیقه است که بحثش 100% که خودشون هم میدونن این برنامه است بالاخره چون همه دوستان ما هستن از طرف دوست ندارم که وقت بعضی دوستانم که بچه‌ها بدونن که ما از روی دوستی این قضیه 100% 100% میدونن این برنامه مثلا هدف اینه که هنرمندای دوست داشتنی یا عزیز و با ظرفیت رو دعوت کنیم شما کجا میدونی میدونن آخه مجید جان کی تو رفیقامون نه من مثلا تو این مدت شوخی کردم یکی ناراحت شد آخه بازیگرا فرق میکنن مثل خواننده نیستن اتفاقا بازیگرا با هم دیگه به نظر من خیلی متحدتر و خیلی صمیمیتر نسبت به خواننده خواننده جلو رو هم موزیک خیلی با هم متین یعنی کلا ببینید من بله نسبت ولی میگم بحث سینمایی خیلی با هم گرمترم خیلی دوستن ولی خب توی موسیقی خیلی چشم و همچشمیه شاید تروت یه جور آره دیگه پشت دیگه خیلی هست من خودم تو موسیقی دقت کنید ببینید گروه پازل اصلا
گروه پازل مال ماست. ما خیلی از خواننده ها رو باشون کار کردیم. من وقتی میدیدم مثلا خواننده مثل محسن یگانه آهنگ مثلا دوست دارم رو زدیم، وابستگی رو زدیم، مثلا وقتی من میدیدم این آهنگ فیدبک خیلی عالی گرفته خیلی خوشحال میشدم. بعد مثلا میثم ابراهیمی مثلا آلبوم موفق شما تولید کردیم، بعد میدیدم این خیلی داره موفقه، یا حمید هیراد اولین آهنگش در فاز مجازی در واقع پروموت آهنگش با ما بود، ما آهنگ دلارام که خیلی پاپولار حتما قرار بود آهنگ اصلا ما بخونیم، بعد گفتم حمید یه با هم بخونیم، تا هم اولی آهنگت این آهنگ موفقیه، اصلا پیشنهاد من بود، در صورتی که حمید یه حمید حسین زاده بود که به اسم حمید هیراد قرار بود پروموت بشه، یعنی ولی من باعث خوشحالیم بود میدونی، یعنی اصلا میدیدم یکی موفق میشه الان هم همینم. بعد چه شد با هم نخوندیم که قرار بود با هم بخونیم؟ چرا سه تا ترک با هم نه ما سه تا ترک اجرا کردیم، بعد قرار بود که در واقع یه تصمیماتی تهیه کنندشون گرفتن که عدید ما اوکی نبود، یعنی ما موافقه این موضوع نبود، بلد زیاد هم از اهمیت نبود برای ما صرفا، ولی من همیشه میگم ترکیب تیم برنده رو نباید دست بذاریم. منتها خب یه عقایدی داشتن تهیه کننده که دوست داشتن خب به صورت انفرادی کار کنن و یه کارهایی بکنن که اصلا بابا میل ما نبود، گفتیم خب پس ما هیچ. شما همین اعتقاد رو داری تو موسیقی این هست سامان جان که یه ذره الان به بازیگر رو گفت که بازیگرها با هم زیاد مشکل ندارن، یه اتحادی دارن؟ نه باز من خیلی به نظرم بهتره. من به نظرم اینجوری دیده میشه در بازیگرها و تئاتر که اتحادشون بیشتره تا موزیسین ها، به خاطر من خودم هم خیلی در تئاتر بودم، خیلی چندین موسیقی فیلم ساختم و به خاطر همین این تجربه رو دارم و تفکرم این هستش که احساسم این هستش که وقتی که یک تیم تئاتر به وجود میاد حتما یک چندین ماه باید با هم اینا زندگی بکنن و مثلا 30 شب روی صحنه میرن. مثلا شما در تئاتر وقتی میگی سرم درد میکنه 50 تا قرص ادویل و قرص سردرد میاد رو میز. مگه تو کنسرت اینجوری نیست؟ کنسرت ها ببینید نوازنده ها و اصولا کارهای سن و کارهایی که ما اجرا میکنیم ما مینویسیم و همه چیش آماده است و اون تبادلات روحی روانی که بعد با هم داشته باشیم ما نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه الان همه چی با ایمیل، همه چی با واتساپ، همه چی برای همدیگه میفرستیم و با هم یاد میگیریم بدون اینکه همدیگه رو ببینیم. بله، یعنی بله. اون اتفاق نفس به نفس تئاتر و سینما در موسیقی به وجود نمیاد. در موسیقی الان گرمایی که در موسیقی بر دوران گلها و گرمایی که در دهه 30 و 40 در موسیقی ما وجود داشته به خاطر اینکه ارکسترها در کنار هم قرار می‌گرفتن، نوازنده‌ها، یک اتفاق دیگری می‌افتاده. ولی الان دلیل اینکه یه خورده این گرما و وارمینگ موسیقی کم شده این هستش که نوازنده‌ها و خواننده‌ها اصلا میتونن همدیگر هم نبینن با هم کار اجرا کنن و به خاطر همین این تفکر آریان که میگه دیده میشه، ولی زیادم اینجوری منو آریان همدیگر رو دوست داریم، منو علی همدیگر رو دوست داریم در دوران کرونا، ولی خب به درد بچهای موسیقی بیشتر خورده این سیستم کاری. بله. که دوری و دوستی. بله. خب کار نوستالژیک چی می‌خوایم بریم انشالله؟ فکر می‌کنم که یک آیتمی داریم، یک داستانی داریم که پخش بکنیم که خب بعد آماده بشیم. بس بچه‌ها بریم و یه کار خوب نوستالژیک بشنویم. علی گفتش که من با موسیقی عاشق شدم، عاشق میشم. ما هم یک آهنگ قدیمی می‌خوایم اجرا بکنیم که همه اونایی که عاشق هستن گوش بکنن و لذت ببرن. انشالله ببینیم چی عذاب در میاد. اسمشو بگیم. وقتی دستان خالی باشه اثری از آقای قمیشی نازنین اجرا می‌کنه. به 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 بعد یه آرم سشن ببینیم بچه‌ها.
وقتی دستم خالی باشه، وقتی باشم عاشق تو، غیر دل چیزی ندارم که بدونم لایق تو. دلمو از زار دنیا به تو هدیه داده بودم، با تموم بی پناهی به تو تکیه داده بودم. هر بلایی سرم اومد، همه زجری که کشیدم، همه رو به جون خریدم، ولی از تو نبریدم. هر جا بودم با تو بودم، هر جا رفتم تو رو دیدم، تو سبک شدن تو رو یا همه جا به تو رسیدم. اگه احساسمو کشتی، اگه از یاد منو بردی، اگه رفتی بی تفاوت به غریب سر سپردی، بدون اینو که دل من شده جادو به تلسمت، یکی هست این ور دنیا که تو یادش مونده اسمت. هر بلایی سرم اومد، همه زجری که کشیدم، همه رو به جون خریدم، ولی از تو نبریدم. هر جا بودم با تو بودم، هر جا رفتم تو رو دیدم، تو سبک شدن تو رو یا همه جا به تو رسیدم. کرونا اینجوری میشه دست. من اینجوری دست. اینجوری دست میده. قربان. ما با علی آریان هستیم. در خدمتتون فعلا خداحافظی کوتاه میکنیم. یه تراک یه کار دیگه میشنویم و میریم معرفی مهمان بعدیمون رو امشویی ببینیم. مرسی قربونتون برم. هستیم در خدمت. امیر نوری. امیر نوری بازیگر جوان با مزه و شیرین بیان سینما و تلویزیونه. البته رفیق جینگ و فابریک مجید صالحی و امیر جعفری و مهران غفوریانه که ما الان هر شوخی بخوایم باهاش بکنیم مجید صالحی حسبش میکنه. به هر حال اینا با هم یه عمر نون و نمک و زیتون و ماست و جوج خوردن، البته بدون چیپس و ژامبون. امیر عاشق سفره و چند وقت پیشم که یکی از همکاراش، حالا اسمشو نمیخوام بیارم، ولی همونی که زنشو، مادر زنشو، خواهر زنشو، برادر زنشو، پدر زنشو، خلاصه کل اقوام زنشو کتک میزده، به امیر تهمت گرفتن ارز دولتی زد. البته امیر هم در جواب طرف گفته من کلن یه بار هلند و بلژیک و فرانسه و آلمان و لهستان و سوئیس و اسپانیا رفتم، مگه چقدر یورو میخوام؟ خلاصه یه جوری که انگار داره در مورد
آبلی و شاد و لذیم حرف میزنه. امیر هنرمند کم حاشیه‌ایه، ولی خب همون حواشی کمش به قدری حاشیه است که اگه ما هم بخوایم بهش بپردازیم واسه ما هم حاشیه میشه. پس بی خیال. امیر به تازگی یه عمل سخت معده داشته که به خاطرش مجبوره تا چند ماه فقط مایعات و سوپ بخوره. پرهیز از کباب و جوجه و برنج و پیتزا واقعا عذاب‌آوره، اونم برای امیری که شکمش رو از هر عضو دیگه بدنش بیشتر دوست داره. تأکید میکنم هر عضو دیگه، حتی مغز و قلب. برای اینکه احوالات این روزای امیر رو بهتر بفهمید، کافیه تصور کنید کریس رونالدو رو از بازی با توپ محروم کنن، یا اون بازیگر خارجی کچله، نه 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 اون هیکلیه راک، اون از وزن زدن محروم کنم. خب خیلی ناراحت کننده است دیگه. امیر نوری عزیز، امیر جان نوری عزیز بفرمایید. سلام علیکم. سلام 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 علیکم. سلام علیکم. ببخشید اینو واسه عمو اکبر آوردم. خب عمو اکبر بذار اینجا، حالا بعدن جا به جا میکنم. نه نه بذار اینجا آقا. چرا اونجا چرا میخوای بذاری؟ من میخوام بشینم اینجا. بفرمایید. چشم. ببخشید. راست میگه، چه حرفی، مهمان باید خودش جاش انتخاب کنه. بفرمایید. یا الله. زنده باشید. سلام علیکم. ببخشید. قربونت برم. من با خودم کوسن آوردم. فقط کوسن چیز سر نداشتن دیگه، ریش سر نداشتن. چرا کوزن آوردی؟ اول یه سلام علیک. بله سلام عرض میکنم. چون هر ادبی چیز هر کار حاشیه داری میکنی به من خیلی تذکر میدن به عنوان رفیق. و الان اینجا میدن بچه ها تو معرفی تیکه انداختن. چی گفتن؟ گفتن چون رفیق فابریک امیر و امیر جعفری و مهران غفوریان و مجید صالحیه اینجا هرچی هم بگیم در میارن. آها. خب یعنی اینو خیلی من تو جامعه میشنوم. خب اول یه سلام علیکم که بله. پرده نگیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که دارن این برنامه رو میبینن. ایشالله که شب با عالی باشه، بخندیم و حال کنیم، خوش بگذره ایشالله. بله ایشالله با امیر بخندیم. خب ایشالله. این داستان چیه؟ این کوسنه چیه؟ چی اینجوری اذیت میشه؟ من هفته پیش داشتم میدیدم یکی از دوستان اومده بود پاهاش اینجوری وا کرده بود، اینجوری نشسته بود، دیدم خیلی تصویر زشتیه، بعد دیگه گفتم خودم یه چیزی بیارم هم اینجوری بذارم. خب، یه ذره جمع بشه. کدوم دوست عزیزمون اینجوری نشسته بود؟ حال چشاش خوب بود، شما میگفتی از خواننده های خوب کشورمون بود. آهان. بله بله از خواننده ها بود. بله بله بله. خب برای خب دوستان برای احترام مردم یه ذره میتونن یه ساعت دندون ریزگر بذارم مؤدب‌تر رو. بله مؤدب بس بگی که مؤدب باشی. خب بدون اون نمیتونی مؤدب بشی. چی سر میشم. خب مؤدب‌تر. خب معرفی تو دیدی اصلا یا نهیدی؟ عکساشو دیدم، صدا رو نمیشنیدم، ولی میدونم که قطعا چی شده دیگه، ترکوندی نمون. نه نه زیاد، همش تعریف بود. خوب قشنگ خیلی بهت حال داد. ندیدم. خب بیا شانس ما، شیرین زبان دوست داشتنی، شانس مایه. خیلی تعریف کرد از عکس. خب ندیدم، دستش درد نکنه. ولی معرفیاتون رو کلن دوست دارم، خیلی حال میکنم. آره؟ آره. با کرونا چی کار میکنی؟ ولی ما کاری باش نمی‌کنیم، اون داره میکنه فعلا. یعنی اصلا ما آروم نشستیم یه گوشه، اون داره رعایت می‌کنی؟ رعایت می‌کنم بله، ولی جدی یا همینجوری نمادین؟ نه من خیلی رعایت می‌کنم، ولی جالبه یا آدمایی می‌گیرن که اصلا اونا هم دارن رعایت می‌کنن، میدونی؟ یعنی انگار چیز خود به خود از یه جایی سر در میاره. آره آره. نه ولی خب رعایت کنی خیلی موقع خب خیلی ها ممکنه بوده بگیرن رعایت کردن نگرفت، اینم هست. آره ولی آره ولی خب یه آدمایی که بعضی از آدمایی که من میشناسم گرفتن واقعا رعایت میکردن، انگار مثلا این مثلا سرماخوردگی، میدونی چی میگم، خودشون گرفتن همینجوری خود معرف. کم کار شدی یا بیکار شدم؟ چرا نه کار که الان که خب پخش میشه. یه مدت کم کار بودی؟ نه همیشه کار میکنم، انقدر کار میکنم از زیاد بودن کار دیده نمیشم. کم میگم کم ازت کار پخش شده الان که الان که یه دونه پخش شد، یه متاسفانه از شبکه 3 یه سریال پخش شد، موچینم که توی نمایشخانگی داره پخش میشه دیگه. چرا متاسفانه؟ والا قسمت آخر پخش شد، همه به ما گفتن این چی بود این چی بود. من اصلا من که خودم خیلی وقت نکردم ببینم کاره رو، حالا رو حساب رفاقتی که با بقول معروف کارگردان و نویسندش داشتم رفتم سر کار. خب کار خیلی خورد به حاشیه زمان تولیدش، بعدن فهمیدیم مثلا شبکه سفارش نداده بوده، یکی اومده بوده گفته بوده بسازید پولشو میدم، بعد پولشو نداد، بعد کار تعطیل شد، خوابید، دوباره اومدن جمع کردن، یه سری قهر کردن،
این بر اون بر تهیه کننده عوض شد، تایم پخش نشد، گفتن به خاطر فلان آقا که نمیدونم فلان کارو کرده تو فضای مجازی پخشش نمی‌کنیم، بعد دوباره گفتن به خاطر امیر نوری که نمیدونم اینجوری کرده اونجوری شده پخش نمی‌کنیم، و دیگه به هر حال پخش شد دیگه. ولی خدا رو شکر پخش شد. حالا با همین آره دیگه پخش شد. من چی گفتم؟ مهم نیست، یه چیزی گفتی خدا رو شکر جمعش کردی به خیر گذاشت، تا اینجا که گفتگوم به خیر گذاشت. من چی گفتم؟ من اشتباه گفتم، فکر کنم گفتم خدا رو شکر گفتم دیگه. برای تفکیک زباله کاری میکنی تو؟ من بله. خدایی؟ به خدا. چی کار میکنی مثلا؟ به شهرداری هر سال پول میدم. نه خوده قبلا یه عوارض نوسازی میومد، الان یه قبلم میاد میگه آقا پول چیز میکنیم دیگه، پولشو بدین ما خودمون انجام میدیم. خب نه ولی خودت تو زندگی روزمره واقعا تفکیک میکنی یا نمیکنی؟ نه دیگه اصلا نمیکنی. نه دیگه پولشو دارم میدم، مثلا کاغذ و اینا رو میریزی توی چیز، پولشو دارم میدم. هیچ سعی و تلاشی نمیخوای بکنی خودت یه برنامه‌ریزی بذاری بگی آقا من قبلا میکردم این کارو، مثلا کاغذ مطلعه که لازم ندارم و... من قبلا میدونی که میکردم این کارو، اصلا قرض کردی دیگه نمیکنی؟ نه دیگه خب دارن پولشو میگیرن میگن خودمون میکنیم دیگه. ال ندیدید شما فکر کنم ببینید یه دونه عوارض نوسازی میاد هر سال، یه دونه هم قبض میاد برای تفکیک زباله، شما داری پولشو میدی خودشون انجام بدن دیگه. واقعا همچین چیزی هست؟ بله آقا بله دارید. من شما من نمیدونم جدیدم اضافه شده جدید، یعنی چند ساله؟ 5 6 ساله فکر میکنم، 6 7 ساله اضافه شده این. بله اگه اشتباه بود میای عذرخواهی کنی دیگه. بله 100% 100% 100% تو اینجا دیگه هستی با همون، یه وقتایی خب زحمت بله. میشه میای خب من دوباره صدات میکنم میای اینجا عذرخواهی میکنی. اصلا داریم همچین چیزی؟ بله. ولی خب تفکیک چیز خوبی انجام بدن نه؟ بله خیلی خوبه. سه تا کلمه بگم فقط یادش میافته بگم. تهران. تهران. برج میلاد. برج میلاد. قرن. قرن. 100 سال تهران تو این قرن تهران گذشت. قرن یاد چیزی نمیافتم ولی خب خیلی تهران، من تهران رو به لحاظ معماری و شهرسازی خیلی دوستش دارم واقعا و میتونستم بیشترم دوستش داشته باشم، ولی واقعا حالا یعنی حالا از شهردارا چه اونایی که گفتن آدمای خوبی نبودن، چه اونایی که زود باعث شدن استعفا بدن، چه به قول معروف شهرداری که الان هست، به نظرم همشون زحمت بکشن و خیلی دارن خوب کار میکنن. یعنی واقعا سخته میدونی، مثلا یارو یه دونه گلدون داره 6 ماه نمیتونه نگرش داره، این همه فضای سبز نمیدونم اتوبانا آسفالت، حالا یه دونه دستانداز یارو میفته فوش میده که ای بابا فلان، ولی شما حساب کن الان شرق و غرب تهران فکر کنم 50 کیلومتر شده دیگه، یعنی از اون طرف حساب کنی تا این طرف، این فقط به قول معروف درازیش 50 کیلومتره و نگهداریش. کجای تهران گفتی دوست داری؟ گفتی حالا من معماریشو دوست دارم. من هم محله های قدیم رو دوست دارم. معماریش من درست بوده قدیمی ها، کوچه های یه متری، بعد من یادم خدا بیامون همسایه ها حتی از نزدیکان خود فوت میکردن جنازه رو انقدر به سختی میابردیم ببر تو، میگفتن بیار تو ببر تو، لا اله الا الله. اینجوری میبردید؟ نه از در خونه میخواستی بیاری بیرون، از در خونه میخواستی جنازه رو بیاری بیرون، بعد انقدر باریک بود یک متر بود انقدر عقب جلو میکردیم خون مرحوم خدا بیامرزو، یعنی ای لا اله الا الله محمدن رسول الله ببر تو، اشاره میکرد میگو بلند بگو لا اله الا الله، باز دوباره اینو چی میگم محمدن، باز میگم یعنی شاکی میشد بابا سر از یک خیلی واسه ساختار درسته. حالا نه فقط بگم برای تشییع جنازه، نه من میخوام یه اینو بذاری گرد داریم صحبت اینو با عمو اکبر بذار اینو بگم. ببین تهران آره یعنی برای زلزله هم خب اصلا خدا نگه آره خطرناکه یک زلزله اتفاق بیفته انقدر بافتای فرسوده و اینا وجود داره. بله ببین به خاطر اینکه ببین قرار بود مثلا یه جایی مثل شهرک اکباتان، شهرک غرب، شهرک امید شهرک سازی بشه و مثلا تو این فاصله چیز نشه. اما اکبرم یاد استفاده کنی نظرات هم اگر خب بریم معرفی مهمان بریم امشایی مهمان بعدی رو ببینیم، در خدمتشون باشیم.
اکبر عبدی، مرد هزار چهره و استاد بلا منازع عرصه بازیگری و اولین مرد ایرانی است که پیش از ظهور اینستاگرام جلوی دوربین روسری سر کرد و نقش جنس مخالف را بازی نمود تا امروز راه درآمدزایی برای 99% تولید کنندگان محتوا در اینستاگرام هموار شود. چه پولایی هم در دعوت از استاد عبدی برای حضور در گفتگوی زنده و شنیدن خاطراتش بعد از راه رفتن روی طناب و فرو کردن سر در دهان شیر پر ریسک ترین کار دنیاست، چرا که استاد عبدی نشان داده برخلاف استاد شمائی زاده به خواستگار جماعت اصلا و ابدا روی خوش و حتی بوی خوش نشان نمیده. من هم وزن خودش و پسرش. ضمناً اگر شما هم جزو کسانی هستید که مثل آقای فراستی از اکبر آقا پول دستی قرض گرفته یا جزو تهیه کنندگانی هستید که با ایشون خورده حساب دارید، بهتر است همین الان تا مجید مشغول چاق سلامتی با ایشان است بدهیتان را کارت به کارت کرده و به ایشان اطلاع دهید، وگرنه آبرو مابرو براتون نمیذاره. 100,000 تومان کم داشت از من قرض گرفت و عزیزم که الان بد نیست اقلا این بدهی تو بیار بده. جناب آقای اکبر عبدی بزرگوار و عزیز به افتخارشون. به 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 یا الله بیا اینجا بعدش نه نه امو اکبر اینجا یا الله. سلام علیکم. خیلی خوش اومدی امو. سلام علیکم امو. دیگه مثلا دیگه جلو دوربین حالا جلو دوربین من یه دونه دست بزن خیلی اینجا عمو اونجا بشین عمو فداتم کرونا را دستت اومد اینو بزنم خیلی نوکرتم ببخشید من جامو درست سر کنم یا الله فداتون بشم ببخشید دست خالی اومدیم من دست پر اومدم اینا رو آوردم یه پشتی برای شما یه دونه خب یه سلام علیکم اگه میخوای عمو اکبر با عرض ادب و سلام شب بخیر خدمت همه سرورایی که از این طریق دارن ما و دوستان عزیز رو ملاحظه میکنن خیلی خیلی عرض ادب میکنم. انشالله که روزگاران سختیه با این سختی ها کنار اومده باشین، هرچند با سختی کی کنار میاد که ما کنار بیاییم، ولی دیگه ناچاری کنار بیاییم دیگه. یه خود کمکاری بعضی ها هم شما گذشت کنیم، ما که همیشه گذشت کردیم، از ما مردم ایران شریفتر با گذشتر انسانتر آدم حسابیتر فکر نمی کنم در سطح کره زمین وجود داشته باشه. همیشه به بابت این گذشتم خیلی به همون صدمه زدم، بازم گذشت کنیم. خدا انشالله یه عقلی هم به این آقای ترامپ بده، حداقل بره دنبال زن گرفتن یه مدت ماها رو ول کنه، کلن خاورمیانه رو کره زمین رو ول کنه، بره دنبال زن گرفتن. اون کارم که بد بلد نیست، پیدا کرد برای ما هم بگیره دستش درد نکنه. انشالله که خوش باشین. خیلی هم ممنون از دعوتت مجید جون. نوکرت هم افتخاریه شما اومدی. چراغش روشن باشه و همیشه شما سرحال باشید و احوال دوقلوات خوبن. خدا رو شکر خوب الحمدلله. اونم البته بیرون نمیرن، مهد نمیرن، همه جا تعطیله، باید خونه باشن. خود من محرومم از بغل کردن چون میام بیرون تو محیط کار باید رعایت کنیم. میگن شاید تو رفتی بیرون ناقل شدی یه موقع بیماری رو انتقال بدی. نه دیگه اونجوری هم نباید باشه، اون وقت یادشون میره باباشون که چرا میبینن ولی آره... نمیذارن بغل کنی. من حسرت الان بغل کن ماش کن. من فکر نمی کنم چیزی که با عشق باشه اتفاقی برای کسی بیفته. اون دوست داشتن واقعی نباشه ممکنه یه وقت خطر باشه. هر کی با عشق با دوست داشتن واقعی همدیگر رو دوست داشته باشن هر کسی فرقی نمی کنه. فکر نمی کنم اتفاقی براشون بیفته. حالا انشالله که همیشه سلامت باشین
امیر خان حال شما چطوره؟ خیلی مخلصم عمو جون، قربونت برم. جوانته؟ بله، آلارم قرص باید بخورم. آن قرصشو بچه‌ها ایتونه. دارم تو جیبمه. قرص جلوگیریه. الان بس قرصشو نخورده بودی. قرص جلوگیریه. بله. حتما بعد. بله، جلوگیری از سنگ صفراه، بله. آها، من فکر کردم. چون گفتم که قرص جلوگیری. راه‌های مختلف هست. نه عمو، باسه همو صفراه. دست شما درد نکنه. سلام علیکم. خب قرص برای چی عملی که کردی؟ بله بله بله، برای جراحی که کردم. چه جراحی بود؟ منگنه کردم میده. بله، میشه منگه شده دیگه، دفتر چست یعنی چی میده؟ برای میدت عمله. آخه نایت هم مشکل داشت، مشکل نای بود، میدم رو استنبای کردن که اگر اون مثلا 6 ماه دیگه اگر به مشکل خورد بتونن که چون دستگاه گوارش مثل خب تو رفتی نایه رو چیز کنی کنترات گفتی حالا داری میری اون تو اینم یه دست بزن. نه 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 نه. مثلا میبری میکانی کی میگی آقا داری اینو میبین اونم یه ردیفش کن. گفتن اگر اون یه موقع خدایی نکرده اونی که تو نایه بزرگ شد یه چیزی باشه که بذاریم جاش. چی تو نایه بوده؟ هنوز اونا هم نفهمیدن چی تو نایه بوده؟ هنوز معلوم نیستش. اما حالت قده مانند اینا بوده اصلا؟ آره یه چیزه میشه. بس اینا این مریضی های جدید همش از دوره آقای روحانی شروع شده. واقعا دیگه مریضی به اون بنده خدا رو نداره. چرا این مریضی ها اکثرش من میشنوم تو همین 7-8 سال پیش اومده. آقای روحانی عباستون جمع باشه. الان میدونی که جای ما با آقای روحانی عوض شده. ما باید تلویزیون باشیم مردم رو سرگرم کنیم. ماشاءالله هر 10 تا کانال آقای روحانی و رفیقاش رفیقاش آره دارن ما رو سرگرم میکنن. دستشون درد نکنه. ولی خب همه بیماری هم باید بنده خدا نه بیماری رو نمیگم، همین که باید مردم بخندن. ما مرزغن داریم نشستیم تو خونه جم نگاه میکنیم آقای روحانی رو شبکه‌های مختلف نشون. بعد راجب کار سلبریتی بی سواد فضول دخالت کن میریزن رومون، بعد ما باید جواب هر کی میزنیم. شما چی نیستیم؟ سلبریتی خودشونن، سلبریتی خودشونن. آره دیگه ما که اصلا هیچ کاری نمیکنیم. آقا خونه آقای روحانی رو یه جوری میندازن گردن هنرمندا، میبینیم با اون خانم انگار ما گفتیم آقا ایشون مثلا بیاد کاندید شه. ما اگه هنرمندا میتونستن من سیروس میمنت رای میدادم. خداییش با شناسنامه هم رفت ثبت نام کنه نکردنش. خب شما گفتید آقا این چهارتا سیروس میمنت واقعا رفته بود ثبت نام؟ ندیدی مگه سیروس میمنت با شناسنامه رفت ثبت نام ریاست جمهوری؟ اگه هنرمندا قدرت داشتن اون بدبخت داره ایت جمهور میکردن. اصلا چی به صلاحیت هم ندن؟ نه دیگه. چهار نفر تو این همه تو 85 میلیون نفر چهار نفر صلاح بودن. این چهار نفر مردم هم واسه اینکه به قول معروف میخواستن بگن ما میخواییم یه کاری کنیم. اون موقع هم که البته شما اون بر رعی تصلا رعی چیز دیگه ای بود شما. من که اصلا رعی ندادم. هر چهارتا آقایون هم خدا عمرشون زیاد کنه. هر چهارتا آقایون هم که الان رأس کارن ایبی نداره. چهار تا کاندیدی که داشتی؟ آره تو مناظره ها ندیدی؟ که منم خیلی دوستش دارم. مجلس دستشه. آقای رئیسی که بچه محلمونه قوه قضایی دستشه. آقای روحانی هم خدا عمرش رو زیاد کنه ریاست جمهوریه که خیلی زحمت میکشه واقعا خیلی کار میکنه دستش در نکنه. و من نمیدونم این ایشون خسته میشه چجوری استراحت میکنه. من خسته میشم خوابم نمیبره. ایشون هم خسته میشه چجوری خسته میشه. ایشون فقط یه وقتایی دروغ کم میاره یه دونه راست هم میگه. خب آقا یه آرم سیشن ببینیم بچه ها ما هم بریم کلامتری بغل و بغل. نه یه آرم سیشن ببینیم. خب خسته نباشم. خیلی لذت من میدونم چون اینا همه بوق میذاری بعدن روش. نه به خدا لایو عمو. لایو یعنی چی؟ الان یعنی داره زنده پخش میشه همه دارن میبینن.
نه بابا به حضرت عباس به هوای بوق داشتی اینا رو میرفتی؟ آره بابا نه. اینو از اول تکرار کنیم مذارت میخوام آقا همه اینا که من گفتم من نبودم و من نگفتم اون اکبر عبده بود این اکبر عبده یه چیز دیگه هست گروبان علی هم عاشقتم واقعا ما دو تا کار سعادت داشتیم با عمو اکبر بودیم بله. و برام به یاد موندنی لحظه به لحظه هاش یکی سریال بیدارباش بود که امیر بود توی یه فیلم سینمایی دلداده هم بود که با آقای سلمیرزایی کار میکردیم بله. جفتش خیلی خوش بود جزو روزهای عمر من حساب نمیشه کارهایی که با عمو اکبر کردن آقای سلمیرزایی میگن الان هالیوود داره کار میکنه آره نه همه ایرانه فعلا خبری نیست ازش نه چرا یه سریال ساختن منم باز با هاشون کار کردم گفتم با دکاپریو قرار داد با دکاپریو نه همینجا فعلا کار میکنه یه سریال هم کار کرده اینجا پس چرا ما رو یادش رفته همیشه یه نقش میخیسی که به ما میداد نه اختیار داره شما که نامبر وان های سینمای ایران هستین واقعا مرد هزار چهره و کارهای جاودان ماندگار سینما واقعا شما درش بودی و کارگردانهای بزرگ مرحوم علی حاتمی با جناب آقای مهرجویی هنوز اجاره نشین ها نمونهش نیومده کارهایی که مادر تمام اینها واقعا دست مریضات باید به شما گفت استاد چه ملاکی داشتی اما برای انتخاب نقشات من فیلم نامه مهم بود یا کارگردانه مهم بود 4-5 تا فرموله که خیلی مهمه برای بازیگر یکی عشق و علاقه است یکی ممارست یکی در وجودش اقدس الهی از بدو تولد این هنر رو گذاشته باشه جوهره رو گذاشته یکی بینید مثلا در جوهرش رانندگیه این آدم راننده خوبیه اصلا انگار ذاتی راننده است به دنیا اومده با پراید به دنیا نمده با این بنز قدیمی ها به دنیا اومده اصلا راننده خوبیه یه کسی هم حالا مثلا یا خواننده خوبیه یا بازی هنر به نظر من چون یه بخش مهمش به خدا وصل میشه حتما بعد خداوند در وجودش این قضیه رو گذاشته باشه یه بخش مهمش هم که من تا 40% قبول دارم شانسه من شانس بزرگی آوردم توی دورانی به دنیا اومدم که خورد به زنده بودن و در حیات بودن و در کار کردن این چند تا عزیز بزرگوار مثل مرحوم علی حاتمی روحشون شاد مثل آره آدمایی که شما اسم بردین استاد ناصر تقوایی البته ایشون فوت نکردن در قید حیات هم براشون آرزوی سلامتی میکنیم استاد مرجویی استاد میرباقری، استاد نخملباف و واقعا با همه اساتید دیگه آره خیلی خیلی خوشحالم خداوند لطف کرد و این شانس رو به من داد که در خدمت این بزرگوارا باشم زنده با کدومشون خیلی راحت تر بودی اما اکبر همشون رو میدونم خیلی ارتباط خوب داشتی لذت بردی همشون خیلی راحت بودم ولی مرحوم علی حاتمی میگفتش که بازیگر مثل یه تیکه الماسه که از توی دل کوه یا از توی یه مرداب پر از لجن و اینا ما پیداش میکنیم میاریم میشورتش کارگردان یه گریمور یه کاری روش میکنه لباس یه کاری روش میکنه کارگردان یه پایه خوب براش درست میکنه منظور همون اگر انگشتر باشه یه پایه خوب براش درست میکنه هر کدوم از این 30 چند تا گروه صحنه گروه لباس گروه بازیگر گروه گریم اینا هر کدوم یه کار روی این جواهر انجام میدن و این جواهر رو به مخاطب نشون میدن و دیگه از اینجا به بعد کار این بازیگره که زحمت این 33 گروه رو به مخاطب برسونه این دیگه هنر اون بازیگره که نوشته رو مال خود کنه کارگردانی رو مال خود کنه لباس رو مال خود کنه گیلیم رو مال خود کنه یعنی طرف رو با اون گریم میبینن بپذیرنش آره. باورش کنن انشالله آقای اسکندری زنده باشن یه آدمی مثل ایشون آدم رو گریم کنه تماشاچی میگه این اصلا همین ریختیه در مادر در آدم برفی در
85% از کارا من مدیون این بزرگوارم. بعدها خب جوانای دیگه، آقای ملکان بوده، آقای میرکیانی بوده، جوانای دیگه هم کار کردیم. منظور این که مرحوم علی حاتمی یه احترام خاصی قائل بود، میگو بازیگر نباید هر کانالی رو میزنیم یا هر سینمایی میریم توی اون فیلم باشه، بازیگر باید اینجوری باشه وقتی با یه نفر تماشاگر این بازیگر رو میبینه قسم بخوره، اونایی دیگه باور نکنن این نزدیک دیده، بگه به جون مادرم خودش بود، من با چشمای خودم دیدمش. بازیگر باید مثل همه چی در دست دست نباشه، خیلی باید مراقب خودش باشه. منظور این که دیگه حالا الان که کروناست هیچی کار نمی‌کنیم، ولی قبل از این بعضی از دوستان تو کانال کولر فقط نبودن، تو هر کانالی بودن، فقط تو کانال کولر نبودن. حالا خودمون هم شاید 100% هم اینجوریه، ما هم یه کارایی کردیم. البته این نگینه رو میگی، اون بازیگره، هر کسی اون الماسه، شاید واقعا شما جز اون الماس هایی هستی. واقعا خیلی مثلا منم بذارن رو انگوش، هر کارگران رو هر پایی بذارن اون نخواهد شد. شما جز استثناءات نه سینما ایران، سینمای جهانی واقعا. به خدا قسم من خواستم دیالوگای مرحوم حاتمی رو بگم، ولی که اصلا قصد برای این نبود. نه ولی واقعا بی نظیری شما. اما راجب این نظر راجب آدم الان بازیگرها که بر اسپانسر میشن، برند سفیر، برند یه مارکی میشن، تبلیغات انجام میدن، این کار درستیه یا نه؟ این بیل بوردشون بخوره، تبلیغ تلویزیونی. بازیگر یکی از درآمداش وقتی معروف میشه، پررنگ میشه، همینه. و الا ما فکر کن من همه دستمزدی که بعد تازه من آدمی بودم که رادیو کار کردم، تئاتر کار کردم، نمیدونم تلویزیون کار کردم، سینما هم کار کردم، همه دستمزدم رو جمع میکنم، ضرب در پنج میکنم، به اندازه یه دونه ملک من سود نکردم، من دستمزد نگرفتم. بعد تقسیم بکنی به ماه توی این 42 سال، اندازه دستمزد یه دونه آمپولزن هم نمیشه، یا مثلا یه دونه چه میدونم کارگر ساختمونی هم نمیشه اگه تقسیم بکنی. پس بنابراین بازیگر درآمدش، بخشی از درآمدش این زحمتی کشیده، پررنگ شده، حالا از ایشون استفاده میکنم برای یه برند، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه، منتهاش اون برنده مهمه. مثلا چیتوز اومده بود گفت عکستو بذاریم رو چیتوز، گفتم بابت مثلا ریده شدن به بنده وقتی قراره بشم میمون بعد پول خوبی بدین دیگه. اونا پول خوبی ندادن، میمونه هنوز داره رو چیتوس کار میکنه، بعدم نیست میفروشه. حالا ما هم اگه بیفتیم به یه روز میمونه، شاید ما هم جای میمونه رفتیم، ایرادی هم نداره. حالا من سعی میکنم جای میمونه نرم، جای چای شهزاد برم، اون خانمه بود ماش بلند بود این ماشالا، این همه نقش خانم هم بازی کردی، اولین بارش فکرم توی آدم برفی بود. بگو جو ببخشی، چون از بحث بابت همین تبلیغات، من چندین سال پیش که دیوید بکام فوتبال بازی میکرد یه جایی خوندم درآمد دیوید بکام پولی که از فوتبال میگیره به قول معروف اصلا به حساب نمیاد، همه شد مثلا چیز میکنه، میبخشه به مؤسسات و خیریه ها، یعنی 100 برابر پولی که از فوتبال در میاره رو از تبلیغات در میاره. رونالدو هم اینجوریه، کریستیانو رونالدو. آره خب اون کریستیانو رونالدو مثلا فیفا رو پلی استیشن سی دی فیفا که میاد چه پولی میگیره همونو یه پست بذاره. آقا تهیه کننده میاد قرارداد میبنده، میگه آقا بدیم ما 3 روز با شما کار داریم، میگم آقا شما هم 3 روز اکران کن، این چه حرفیه 3 روز با شما کار داریم، ما برنامه یه فیلم داری. آره مگه ما موزاییک کاریم؟ شما دستمزد 40 سال بعد به من بدی، من 40 سال دارم کار میکنم که الان شما اومدی برای 3 روز میخوای به من مثلا 100-150 تومان بدی، ولی از اون برم یه آقایی میاد میگه آقا عبدی این دمنوشو بخور 150 تومن بهت میدیم، تو تلفنم پخش میشه، چرا نباید بکنم؟ خوردم دمنوش رو، بعدم نبود، ولی زورم اومد جای اون میمونه تو چیتوز. حالا اگه میمونه خرس بود میرفتم، ولی میمونه بخوره به آدم بر میخوره. ولی الان دیگه خوب تبلیغشو کردی، به نظرم باید بیاد یه پولی بهت بده. آره خودشون میدونن چه مزخرفیه، نمیخرن.
اینم که واسه کشتیش. من معامله رو گوش بدیم یا کشتی بدیم. نه آخه چون فکر کنم گرسنگی ببینم من چیپس میخرم، اون چیپسی که با روغن موتور تعویض روغنیا سرخ میشه. من میدونم دیگه. نه کره محلی سرخ میشه میارم. عمو سیب سلامت داره. این سیب سلامت پول میدی هر جا بخوای میزنی. اون نوشابه چی ما هم میزنیم اون سیب سلامت. اینا همه چی سیب سلامت با خیال راحت بخری بخوری. اصلا یه دونه برند خوب پیدا میکنی برای عمو. آره. این راجب زن میگفتم شو اولین بار توی آدم برفی بود بازی کردی نقش زنو. بعد به خاطر همون نقش شما توقیف شد. اون سال بله به خاطر اون بود. بله به خاطر اون توقیف شد چون ارشاد اجازه نداد، گفت نباید مرد ماهیتش عوض بشه. خودمونم توی اون فیلم بحثمون این بود، آدم به هر قیمتی نباید ماهیت خودشو عوض کنه. خیلی حرف خوبی داشت توی فیلم. آره. بعد رفتین نشون دادین به ارشاد که ارشاد اجازه نداد. نکردین. بعد حوزه هنر اندیشه اسلامی اون موقع اجازه ارشاد رو زیاد احتیاج نبود. اونا تهیه کننده شدن. خود حوزه هنری. خود حوزه هنری. بله. بعدن وزیر ارشاد وقت عوض شد. شد یه کسی دیگه ایشون در واقع اجازه اکران داد. ولی دیگه فیلم رول لو رفته بود. ویدئوش اومده بود. بله. ویدئوش اومده بود. اما باز با این حال ضرر نکرد. فیلم حالا این سانسور کردن باعث میشه اخلاق مردم بهتر بشه. مثلا جلوی اینو گرفتن. زن پوش بازی کردنه به محتوای فکر نکردن چقدر حرف خوبی داره این. آره، فیلم میزنه. آره داره میگه به هر قیمتی حتی ماهیت خودتو نبر زیر سوال که بری دنبال یه خانمی که امریکاست. اصلا زنی که رفت باید بره دیگه، مثل دندونیه که باید پرم خورده به درد نمیخواد باید درش انداخت. میگن زنی که میره مردی که میره همون بره بهتره، رفتنی اصلا نبود بهتر از بودنش. یه همچین حرفی داشت دیگه. مثلا با استاد میرباقری مصاحبه کرده بودن، میگفت من این فیلم رو به لحاظ معنویتش دست کمی از اون سریال دیگم یا کارهای دیگم نمیدونم، قبولش دارم. حالا دیگه اونجوری پیش آمد اون موقع و واقعا باز اونجا هم درخشید. اون آره اون توقیفش باعث گرمتر شدن بازارش شد. و بعد از اونم خب چند بار دیگه درخشان بازگردی. آخر خوابمیاد عطاران هم بود. بعضی آشاره توی کله با خودم افتادم، گفتم من میتونم یه زن دیگه بازی کنم با اون زن فرق کنه. توی یه خوردش توی کل افتادم با خودم. یه خوردش هم همیشه پول دیگه، ما کار دیگه ای نداریم که به این به جز این کار. پول بدن، پول خوب بدن، چرا که نه. البته فیلمی که قابل پخش هم باشه دیگه. بعداً من میگم بین المللی خارجی بازی کردید، این راسته یا نه؟ توی که جهانی بود اصلا این فیلم خودتون نه اصلا اشاره نکردید هیچ وقت بهش. این همه این آدم برفی بود در آلمان. نه سوای آدم برفی و اینها یه کار جهانی بود. تیکش بچه‌ها هست ببینیم. خب ببینیم اینو میگن. کامپیوتر واقعا چه کارهایی میکنه. الله اکبر. داشتم فکر میکردم ببینم چیکار کنم، دیدم نه کامپیوتر هست. نه ایشالله که 100 سال زنده باشی، سایت بالا سر خانواده و ما و سینمای ایران باشه. بهترین پارتنرت کی بوده عمو تو بازیگری ها؟ خود شما بودی، امیر میرم بوده، استاد حمید جبلی بوده. بح بح. الان با نیکی ازش یاد میکنم و امیدوارم
تا ما نمردیم دوباره یه چند تا کار قراره که با هم انجام بدیم انشالله. تاعت منتاش یه تاعت خوب هم کار کردیم با خدا بیامرز رضا جیان عزیز. چرا دیگه تاعت کار نمی کنی؟ یه خورده به خاطر کرونا شد. آها. یه خورده هم بعضی از دوستان 20-30 سالمون بردنمون خارج کلامونو برداشتن اسم نمی برم تو کانادا و اینا تو کانادا بله یه خورده هم به خاطر این مریضیه بیماریه نمیشه آدم ها کنار هم جمع بشن حتی عروسی و ختم نمیتونن کنار هم جمع گفتین آقای جبلی عزیز نوکرش هم استاد بنده سروره سلام میکنیم بهشون آقای تهماس فرزی بله و آقای حاتمی خدا بیامرز معتمداری بله آقای حاتمی خدا بیامرز پنج تا بزرگواری که باهاشون کار کرده استاد مشایخی و انتظامی و آقای رشیدی اینا بعدها نسل جوانتری که اومده بودن آقای اکبر عبدی و حمید جبلی عزیز بود که تو مادر کار کردن و بعدم توی دلشدگان و تو دلشدگان یه خاطره بود میگفتن آقای حاتمی خدا بیامرز از دست شما شاکی شده بود اومد گفت آقای عبدی کجاست دنبال شما گفت اکبر کجاست به یکی یه چیزی یاد داده بودی مثل این که میگفتن یه به خارجی ها چیزی یاد داده بودی بری به اکبرم به آقای حاتمی خدا بیام دل شدگان تو مجارستان فیلم برداری شده بود بعد یه خانمی مدیر پروداکشن بود هلنا قد بلند 130-140 کیلو وزن اصلا میومد از تو رخت خواب لنگ ماها رو میکشید آذر میکرد ما همه تا صبح این ورانور بودیم داشتیم سناریو رو حفظ میکردیم میفهمم چیه میخندی؟ میگم میفهمم چایی هم میخوریم ولی سناریو رو هم حفظ میکردیم خب حواسم هست دیگه من بابا من نمیخنده قهوه خونه بود دیگه بله چاییشون سفید بود بودم تو بودافس بوده؟ آره چاییشون تو قوطی بود سفید بود خب اونا رو میخوریم چایی آیس بهش میاد آیس بله خنک اونا رو میخوردیم بعد سناریو حفظ میکردیم دیر میومدیم میخوابیدیم صبح این بنده خدا میومد با چک و لغت ما رو بیدار میکرد بعد یه روز بنده خدا علیاتم مسعود بهش یه فوش چیز یاد دادم گفت یعنی چی؟ استاد کلاری هم دیلماجمون بود گفتیم بهش بگو یعنی خسته نباشی صبح بخیر خسته نباشی فوش یاد داده بود به رفت به مرحوم حاتمی گفت مثلا فلان فلان دید آره بعد یهو گفت اینا اکبر یادش شده اکبر رو بگیریم بیاری اینا اکبر یادش شده تربیتشون ما بودیم خدا بیامرزتشون روحشون شاد یه سری عکس ببینیم عمو راجب شما هر عکسی که دیدین عکس من؟ نه نه یک سری از همکارا راجبشون یه جمله ای اگر خواست میره رضا عطاران عزیز چند تا کلمه باشه نداره نه راحت آقای عطاران بسیار بسیار خوب کمدی رو میشناسه یه مدت به نظر من بنویسه کارگردانی کنه یه مدت بنویسه کارگردانی آره. آقا بعد از کرونا اگر کار باز شد ایجاد شد یه مدت بازی نکنه بنویسه و کارگردانی کنه انشالله و دوباره با شما بتره کنه نه با من نه با هر کسی میتره همین شما چی؟ چون ما نویسنده خوب نداریم تو کمدی شما نظره؟ چی بگم؟ استادن خیلی انسان شریف و دوست داشتنیه به غیر از هنرش خب عکس بعدی آقای پرویز پرستویی عزیز پرویز پرستویی جگرطلا بچه محل جفتمون داداشمون شهید غم برادر دیده بسیار جگرطلا و دوست داشتنی زنده باشن همین جان شما استادن خیلی هم دوستشون دارم صحبت بنا رو نمی کنیم هم میگه استادن نه این یه دونه رو چجوری میگه؟ این یه دونه رو باید اینجوری میگفتم بابا الان یه بارم راجب آقای پرستویی شما یه صحبتی کردی بله چی شده بود داستان؟ بگم الان قشنگ قشنگ ولی ولی خب حالا بگین شما بگم من خب این چونش هم گرفتن خب عرض کنم به حضورتون که یه ماجرایی توی این اینستاگرام یه فیلمی اومد از خانم قریشی اصولا مردممونم مردمی هن که با کسی لج کنن دیگه به قول معروف تا بیچارش نکنن ول نمی کنن اومدن گفتن بی احترامی سحر قریشی به یه آدمی و اینا حالا من حرفه رو به قول معروف چیزی ندارم که
حرف رو نمیگم کارش اصلا نه تایید میکنم نمیگم کارش خوب بود، میخوام بگم که میتونستن مثلا میگم میتونستن بیان بگن که توهین یه آدم به یه بازیگر به یه خانم، یعنی همه جوره میشد قضیه رو دید، ولی خب آوردن انداختن به قول معروف چیز بد. همون آقای شهردار پاشدن رفتن اونجا با دست گل به اون آدمه سر بزنن و شروع کردن همه به شو دادن که چقدر این خانم کارش بد بود، اون آدم چقدر شریف بود، در صورتی که همون آدم همین الان بخواد شهردار رو ببینه 6 روز چیه؟ 6 ماه باید پشت در اتاق شهردارم وایسه. شاید الان فردا نوبت بدن. شو دادن بود. قشنگ معلوم بود. بعدش هم که عرض کنم به حضورتون ما اصلا نفهمیدیم چیه موضوع. موضوع یک فیلمی اومده بود بیرون از سهر قریشی، گفتن که به یه پاکبانی بی احترامی کرده و واقعا قصد غرضی نداشته. آقای پرستویی زره خطاب به سهر قریشی به عنوان نصیحت توی فضای مجازی اینستاگرام یه صحبتی یادداشتی نوشته بودن. یه چیز تندی نسبت به اون گفتش که بزرگتر ما دختر ماست. نه اصلا خب همینو میگم، من میگم اگر چیزی باید بهش بگی اخلاقش اینجوریه، شاد و شنگول سر به سر همه میگن همین جوریش دارن ببخشید خراب میکنن. یعنی اون چیزی که شما فرمودین استاد حاتمی میگفت من از طرف خانم قریشی از آقای پرستویی معذرت میخوام. خب از منم از طرف آقای امیر نوری از آقای پرستویی معذرت خواهیم. اگر رنجیده اگه دلخور شدشون که البته بزرگوارن بعد نازنینن، که ببخشید حمله کردن به آدما خوب نیست، معذرت میخوام. من میخوام بگم اگر ببخشید منم میومدم میگفتم ببخشید چرا بعضی از بازیگرا چتشون با خانم فلانی در اومد، میدونی بلد همه بلدن جواب درو. این که ما خودمون به خودمون نزنیم خیلی مهمه. حالا اونو من به شما عمو صحبت اونو من به شما بنده خدا تو فضای مجازی نیست همه چیز براش غریبه، میگه چته کی اون چی خدا نمیدونم. من حالا سلام علیک اس ام اس نکردم بلد نیست. ولی خب آقای واقعا آقای پرستویی از بزرگوارن. من واقعا حس می‌کنم اگر دلخور شدن من عذرخواهی کنم، شما هم اگر دلخور شدن باید عذرخواهی کنید. حرف شما رو البته میگم، خیلی از همکارا دیگه هم بودن نسبت به موزه شما بودن، امیرم درست گفته. بله من میخوام بگم که تهش اینه که وقتی که یه بزرگتری هستش، می‌دونی ما دوست داریم که بزرگترمون بزرگی کنه. آهان این توقع رو از آقای پرستویی داشت که بزرگی کنن. بله و واقعا بزرگ ما هستن، خدا حفظشون کنه. آقای مهران مدیری، من یاد عراقی ها میفتم. یاد عراقی ها خودشم عراقیه. شما چی آقای نوری؟ من کاراشونو خیلی دوست دارم، خیلی هم میخندم از دستشون، باهاشون هم افتخار داشتم. عراقی ها همشون کاراشون درسته. چطور چه چیز بارزه مثلا مشترکی دارم میگی یاد عراقی ها میفتین؟ گول نمیخورن. گول نمیخورن
خودش شاید 50 کیلو نباشه ولی به اندازه 500,000 کیلو پشت سرش حرف. میدونی چی میگم؟ چیزایی که میگن خیلی درست نیست. بله. بعد یه خورده دقت کنن آدمو. بعد توش دقیقاً یه آدم 12 ساله است. کودک درونش؟ آره، کاملاً زنده است. ما سر کارش بودیم، روزه نگرفتیم، احیانا نماز مثلا نخوندیم. ولی در بردن که هر کس سر کارشه بعد نماز جماعت بخونه پشت سرش بود. نه اصلا اینجوری نیست. اسلام مگه زورکیه؟ اصلا زورک. اسلام به اینش معروفه که دین بسیار راحتیه. اسلام باید جاذبه داشته باشه نه دافعه. این انقدر بچه مسلمون صحیحیه آدم خود به خود اینو میبینه دوست داره بره باشه هیئت. اصلا اونجوری بسیار گل آقا با تربیت با شخصیت آقای نوید محمدی جزو ستاره های فعلی و ستاره های آینده انشالله که این در واقع نور این ستاره هیچ وقت کم نشه و همیشه پرنور به درخش تو سینما ایران و بسیارم آقا و گل. نمیداره که قبل دهنمکی رو نمیداره شما هم بگو. من دهنمکی به نظرم خداییش خیلی آدمه، من باهاش خیلی حرف زدم. این که میگن آقا من 40 نفر بیشتر رو دیدم که مثلا میگه دهنمکی خود منو تو فلان موقع زد، بعد یارو مثلا هر کدوم میگه نه پسر خاله، آره 200 کیلوه، بعد خود دهنمکی پشتی مادرش نبود، سه دور کمربند دور کمرش میچرخه. اگه تو از این کتک خوردی که دمت گرم، بعدش هم حالا خداییش اگر زدم به نظرم اون موقع میزدن حداقل دوتا مرد رو میزدن، بعدش که دیگه گرفتن بردن دیگه نزدن. بریم نوید محمدزاده عزیزم بگو خدا ایشونم سایهشون بالا سر سینما باشه به نظر من. باشه. من میگم ستاره یه که تازه زور که اینم که هیچی صد تومن ما رو خورده، هر کی هم ازش میپرسه میگه عبدیه دیگه ابن دیوونه شده داره حرف میزنه. بابا صد تومن تو پیتزا خوری یه همبرگری برای پسرت خریدم یه پیتزا بر قوید خانومت، البته اون خانم جای دخترم هم باشه از اونم جدا شد با شاگرد ازدواج کرد، حال که با هر کی ازدواج کرده به من ربطی نداره. میگم 100 تومنه به اونم وفا نکرد، ببین به تو هم وفا نخواهد کرد. 100 تومنه اون موقع رو باید بیاری الان بدی. دلار بود 60 تومن، طلا هم بود پاشو در می آوردم مینداختن دوره از اون بود. بیار پول مردمو بده. تازه ما 100 تومن رو دادیم تو فیلم ها تعریف کنی از همون فیلم ندیدن هم گفتی فیلم مزخرف. اصلا فیلم چیزم 100 تومن رو از حساب دادم همه فیلم ها تعریف کنه، فیلم رو ندیدم رفت گفت فیلم بعدی 100 تومن رو بیار بده. یعنی رشوه هم دادی باز نگفت؟ نه. خب بعد دمش گرم خدا داییش. خب صد هزار تومن به جان خودم زمانی که 200 تومن از فرح بخش گرفته بودم برای فیلم اون فیلمه چی بود؟ سیرک باز... نه توفه هند. توفه هند 200 تومن همون گرفته بودم 100 هزار تومنش به این خب چرا دادین که واقعا حالا تعریف کنی یا قرض گرفته؟ نه گفتم اینجا چرا ناراحتی؟ گفت اینجا یه خونه دیدیم 100 تومن هم چقدر بعد پول پیش بدیم 100 تومن کم داریم. رفتم خونمون توی شهرک غرب توی پونک باختری رستوران رفیقم هم نشسته بود توی میدون درختی. رفتم 100 هزار تومن 100 تا 1000 تومنی یه بسته. اون موقع که پول بودا یادش میاد که یا میگم بچهش 8-9 سالش بود رستوران هم گشته بود رو سرش، آوردم بهش پول دادم غذاشون هم حساب کرد پول قضاش مهمونم ولی 100 تومن رو دستی گرفته بودی مرد بیار بده دیگه. کجا باید برم حقوق بشر باید برم بگم؟ تو همه کانال ها گفتم، تو همه مجله ها گفتم. یه خوردم این نقد رو گوش کن. خب زنگی نزده حالا واقعا این همه شما گفتی؟ نه بهش گفتن شما 100 تومن به عبدی بده کاری، گفته اونم کمدیه دیگه میخندونه بده مسخره بازی. شما چی پول شما رو من بخورم بگم امیر نوریه جوک میگه دیگه. ولی من اینو حلال نمی کنم و بگی نمیدونم مرد رفت ببخشش، نه اینو حلال نمی کنم. اون دنیا سر پر سرات اگه پل تحمل داشت یقت رو میگیرم. مسائل مالی مهمه خیلی برات عمو،
چرا مهم نباشه؟ برای هر کسی باید مهم باشه. ما مسئله مالی نداشت. آقا ما میتونیم بمب بنزین بریم آقا. آخ. بگیم تهیه کننده نداده آقای بمب بنزینی شما پرش کن. آقا هر کی هم ما رو میبینه فکر کنه پول پارو میکنیم به خدا. میگم آقا خاطر... دو تومن میدی. میگم بنزین نزدی که 5 تومن بدم. حالا این دو تومن هم همینجوری دار. حداقل بنزین میزدی 5 تومن بدم. جای نه اصلا ببخشید این وظیفه‌شونه بزنن. من بعضی مثلا یه بار به یارو گفتم اینقدر برای خودت بکش، گفت دو بار چون زدم باید اینقدر بکشم. ما میگیم الان قشنگ نرخ گذاشتن برای خودشون. نه اونا که خب میگم ولی ما پول نمیخوام، باید از ما این کارشون میذارم. همینو دارم میگم. فردین یه دونه بود تو سینما بهش میگفتن آقا خدا رحمتش کنه. فردین یه نفر بود. یه روز یکی از بچهای فیلمبرداری ناراحت بوده، مدیر تولید آقای افشار بوده خدا بیام، بهش میگه برو این چشه، میاد میگه آقا 6 ماه اجاره خونهشو نهیده، میگه برو این خونهش کجاست چند ماهش نه، میگه شاه عبدالعظیمه، بعد میگه قیمت خونهش هم بپرس. شیر مراد بودرزی، میدونم راضیه بگم، شیر مراد بودرزی الان فیلم برداره، قدیم دستیار فیلم بردار بود. خونه شیر مراد شاه عبدالعظیم میخ 12,000 تومان به نام شیر مراد بودرزی. شیر مراد بودرزی یه روز تو مجیدیه تو خونهش نشسته بود، گفت این خونه رو از آقام فردین دارم، اونو خرید فروختم 700,000 تومان اومدم این خونه رو خرید، الان میخرن 4,000,000 تومان اشتاش بود. ولی ما که فردین نبودیم که. آقای امیر میخواست یه خاطره بگه. بفرمایید. از سر یه فیلم بودیم همون همین بیدار باش، وسط بیابون، یعنی هیچی نبود، یه خیابون بود یه مسجد. من فیلم برداری رو ول کردم، دو تا اتوبوس هنرور سکانس آزادی اسرا رو میگرفتن، سکانس آخر شما بود. آقا مجید میاد پایین جانبازه با اصلا. بله من جانباز شده بودم. عمو اکبر وایستاده بود سر کوچه، میگفت آقا این چک منو بیارید. میگفتن که باشش داره میاره، شما کجایی؟ میگفت منم اومدم نزدیکم نمیبینمتون. می اومد ابو اکبر اینجوری از جلو همه رد میشد، همه اینجوری میکردن. الکی میرفت ندیدمتون، کجا بودین؟ طفلک کارگردان من حالا بگم، من نخواهم میگم الهی طفلک نمی شما رو دقیق نمیشناخت، رد شد ندی چرا ما رو دست کن دادیم که چرا، یعنی 400 تا آدمو ندید رد شد. دوباره اما اگر میرفتی اومد دوباره میگفتن اما اگر بیا فلان اینا، پول دوباره میگفت کجایی میکنه دیگه. بینایی آدمو قوی میکنه، نبود پول ضعیف میکنه، نبود پول ضعیف. خب اینو من بگم، دوباره اما اکبر اومد همینجوری رد شد، بعد این بنده خدا با دستیاراش میدیدم آقای عبدی اما اینا نمیشد رد میشد میرفت، بعد میگفتش کجا این دقیق من نمیدونم، میدیددشون جلوش میمدن، میگفت خب آقا چرا بهش درست میزدیم ماشین، دوباره میرفت اون بر. بعد اومدش دوباره اومد کنار اینا، بعد گفتش که چرا نمیاد، من آها من زنگ زدم گفتم اما اگر اگه میشه بیاین اینجا هنرورستان، گفت باشه به خاطر شماها میام، زحمت کشت اومد رفت اون بغل، حالا بیابون گفتش که چرا نمیاین، اما اگر گفت دارم دنبال جاپارک میگردم، یعنی 300,000 تا ماشین میشد پارک کنن، این یه فوش بود. بعد گفت جاپارک نیست اینجا، من دنبال جاپارک. تفلک این کارگردان ساخته ما دوباره گفت بابا بگو اونجا هر جا بذاره نه الهی بمیرم. و اسمش هم یه بار رفتی گفتگو اشتباه گفتی توی برنامه تلویزیونی. من در خدمت امیر نوری و مجید طالعی عزیزی کارگردان مارگردان رو نه کارگردان رو گفت اسمش اشتباه. اسمش یادت کارگردان الان بگی؟ الان نوید محمد زاده رو گفت نوید محمدی. نه بابا الان گفتی خدا گفتی محمدی. هم که هم دانشگاهی المیرا بوده، مگه میشه دا هم کلاسی های المیرا رو یادم بره؟ نه بابا. ولی الان کارگردان اسمش یادته؟ یه ماشین سنگینا چی میگن؟ کمپرسی؟ نه نه اون یکی احمد کمپرسی کاوری. آفرین رفت گفتش که احمد خاوری. گفتم عمو چرا میگه خاوری؟ گفت خاور معنا داره، تو کاور شنیدی؟ کاور کی میگه؟ کاوری فامیل میگه. کاور میتونی یاد خاور بیافتی. کاور یعنی چی؟ کسی که کاه میآورد.
کاور یا بلد کاوری آخه پسر خیلی خوبی هم هست. بله پسر خیلی خیلی باحال. پسر عکس بعدیام ببینید بچه‌ها، عکس بعدیام بازم عکس داری؟ بله رفیقت. آره همه رفیقای عمو اکبر رو بود. نقیه من نار نخوردم نه. آخه بگم حرفی نداره شما. من میگم دایش این دفعه حمله کرد، بعد به این آقای تنابنده و خانوادش کنترات بدن بره با خانوادش بزنه. آره لعن همه شونو بزنه. شما چی؟ یه ذره بدشانسه به نظرم. بدشانسه؟ خیلی. چرا؟ خوششانسه مرغ داره. تازه هر کی میبینتش هنوز میگه نقی، به اسم نقی میشه. هر جور تونست سلاخ کرد و پل زد دمش کرد. واقعا شما چی آقای؟ تهران رو گشاد من کرد. خیلی دوستشون دارم. بله. فکر میکنم که دوست داشتنی توی کل به نظر من، حالا بعدا چیزا، ولی توی کل مسئولینی که داریم از همه بیشتر کار کرده بود، زحمت کشته بود، درست. هر جا بوده ساخته، واقعا ساختشو درست کرده. و مردم عجیبی داریم که مثلا توی انتخابات من نمیدونم این همه دیدن کار کردنشو، همه چی رو به چش دیدن و چرا بهشون رأی ندادن. من خودم توی انتخابات دور قبل دوست داشتم بهش رأی بدم. مسئول وطن دوستیه، مردم و وطنشو دوست داره. واقعا جهادی کار میکنه به نظر من. ایشالله در مجلس هم همین اتفاق بس شما میگی بیفته. ایشالله جهادی کار کنن. ایشالله. آخرین کار بدی که کردی چی بوده امین؟ آخرین کار بدی که کردم دزدی کردم. از کجا؟ از ویلای تو. واقعا؟ آره. چی خوند؟ به والله کلید به قرآن بهش تا حالا ندادم تو زندگیم. این سری استثنا داد. خود چی برداشتی؟ اون نون خشک رو برداشتم. آها. آره چون گفت نگفته بود. دستگاه نون خشک یا خود نون خشک؟ نون خشک. آخه نون خشک میمونه، میتونه 100 سال بمونه، ولی من واقعا به نیت نه بگردم. مال خود منظور نه به خاطر اینکه گفتم مورچه پورچه نذاره، ولی خب به نیت دزدی بردم. چی چیا فیلم؟ اما اگه شما چه کار بعدی کردید؟ کار بعد می‌کنید؟ نه. من کم انجام دادم. به خاطر اینکه میترسم از این بیماری. چون که من نسبت به آدمای نرمال و طبیعی کورتون مصرف میکنم، چون پیوند کلیه کردم، میترسم هی برم این ور اون ور. مثلا من خاله بسیار بزرگواری دارم، خاله بزرگم، خاله کوچیکی بسیار شیرین و قندی دارم. متاسفانه کمتر از قبل از کرونا میرم بهشون سر میزنم. از همین جا از همین طریق دستشون رو میبوسم، عذرخواهی میکنم. مادرم بنده خدا اون خواهش میکنه که من بیرون نرم و جای شلوغ نرم و دیگه بعد رعایت کردیم. امیر، حالا گفتی دزدی کردی، یه سوال
بچه ها دارن میگن بپرسن، اشکال نداره. نه 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 ببخشید نه بابا الله اکبر نگه حالش. زندانم بودی؟ بله با افتخار. به خاطر کلاهبرداری راه نه چه زندان بودی واقعا؟ بله ببخشید سوال کردم. نه آقا چرا ببخشم الان نصف بیشتر مردم ایران یه بار رفتن زندان. من 5 بار رفتم. نه شما که نه فیلم برداری. نه فیلم برداری. آره منم فیلم برداری رفتم. تو فیلم برداری یه چیز بودش، یه شعاری بود هر ایرانی یه پیکان. یه چیزی بود هر ایرانی یه پیکان. خب الان هر ایرانی یه پرونده. چرا؟ خب مال تو چی بود؟ چرا زندان رفتی؟ من یکی از من شکایت کرده بود. بعد یه قانون باحالی داریم که من میتونم برم از تو شکایت کنم، مثلا تو من دزدی کردی، 3 نفرم شاهد ببرم. خب بعد تو باید ثابت کنی که من دزدی نکردم. خب خیلی عالیه. خیلی عالیه، سرگرم کننده، خیلی جالبه. یعنی تو میری میای که ثابت کنی آدم میره آشنا میشه قشنگ. دقیقاً آره. بعدش هم این که من تو همون تایمی که یه شکایتی ازم شد یه فیلمی اومد بیرون که یه آدمی اون تو خیلی شبیه من بود. من رفتم شکایت کردم، گفتم آقا این فیلم داره به اسم من پخش میشه. رفتم پیش آقای سردار روزبهانه فکر میکنم، فیلمو دادم گفتم این داره به اسم من پخش میشه اینو خب بده. آقا 1.5 سال ما رو بردن و بردن. یعنی من تمام تایمم اینجا بود که رفتم گفتن که آزمایش دین تطوری فلان اصلا آلمان بیا اصلا چیز کردن آناتومی عکس و فلان و اینا. بعد 1.5 سال به من گفتن تو نیستی. گفتم خب آره میدونم من نیستم، من اومده بودم که چیز. گفت خب نه دیگه، ما الان کسی نامه بزنه مثلا حراست تلویزیون اینا ما میگیم تو نیستی. گفتم خب چه کاری بود؟ یک سال و نیم من رفتم اومدم بعد اونجا بابا. چون نتونستی ثابت کنی که تو مثلا چیزی سی رفتی دادگاه. نه به اون دادگاه نمیرسیدم دیگه. یعنی این به همه تمرکزم این بر بود، اونو واقعا فکر نمیکردم اصلا اینقدر مثلا ببخشید جوری باشه شو یه آدمی 3 نفر رو بیاره بگه این منو ما دیدیم این دزدیدش. خب گفتم به جرم آدم ربایی بود که ما دیدیم این اینو زد دزدید برد. بعد من میگفتم خب اگه اینجوریه چرا موبایل منو چک کنید؟ جی پی اس داره دیگه، کجا رفتم؟ گفتن نه ما بیکار نیستیم. گفتن اینایی که من دیدن دزدیدم چرا اینا به پلیس زنگ نزدن؟ 110 باید یه گزارشی داشته باشه که آقا یکی رو دزدیده دیگه تو اون لحظه تو... که آره دیگه مثلا اصلا تو اون لحظه نه تا صبح که بله. اینم که اصلا نبوده. بعدیش اینه که چرا اون آقا رو دیدی که شبیه تو بود؟ چرا اونو که نه اون یه چیز دیگه از... این که چرا یکیشون اصلا دنبال من نیومده؟ من که مثلا با چند وقت بودی؟ لامبورگینی نرفتم که مثلا چیز کنم. چند وقت بودی؟ فکر کنم یه ماهی بودم. بعد فرار کردی از زندان یا نه؟ نه؟ نه چرا یه فیلمی اومده میگن یه نقشه‌ای داشتی و راه فرار رو بعد فکر کنم پرزن بریک اشتباه میکنی همون تو مایه های پرزن بریکه. بچه های اون فیلم هستش ما ببینیم اینا این تتو که مال خودت ببین درسته. اصلا نگران نباش، از زندان نترس، من طرح فرارتو دارم برای تتو میکنم، نگران نباش. خب ببین میای پنجشنبه شب تو حیات زندان به بهونه هواخوری، اونجا یه خر بالدار گذاشتیم برای خب یه لاک پشت هم هست ارزن میزنه، با ارزن رو پای میزنه، اونو کاری نداشته باش. میای سر این خر بالداره بذار من ادامه تتوشم برات بدم، میای مستقیم میخوری به یه علفزار، پشمات همون علفزار است، میای اونجا مستقیم میخوابی رو زمین، اونجا تکتیر انداز هست حواست باشه دو طرف، میای پایین میای پایین اینجا میتابی دور خودت دو دور میتابی، میای میخوری به چافازلاب و عمیق میری آروم آروم زیرش رو رد میشی میدون آزادی میای بیرون. این طرح آزادیته. بگو بچه ها واسه اونجا نقشه رو به توضیح میدم. اوکی؟ بازم کامپیوتر ها من دیدم اینجا پشتشن انگولکش میاره. ببین خب ولی این تتوه واقعا تتوه واقعیته مال من. آره تتوه واقعی. اون چه تتوهی مال اول دبستانه اولاق؟ اولاغ نیست. چه خره؟ خرم نیست. و چیه؟ زنبورم نیست. یه چیزیه. چه حیوانیه این آخه؟ این چی هم اینجوری تتوه دیگه؟ گذاشته که لختش کنم بفهمن دیگه. نه والا تتوه خیلی خوشگل رو همه میزنن میدونی؟ چیز به قول معروف
دیگه باحال نیست. اینو دوستش داشتم، چیز خوبی بود. بعد من یه تتوی دیگه داشتم. وای پشتتو با چمنزنی میزنی؟ با چی میزنی؟ یه جشن کشف داریم ما، یه آینایی داره میشه دور هم. ولی خب اینم با زمان کارهای کامپیوتر و ویژوال بود که همینو دارم میگم. یا اصلا من که خودم این همه دیده اصلا فکر نمیکردم داره این کارو میکنه. لب یه چیز دیگه صدا گذاشته روش. بله این یعنی اینکه همه جا نول لخشی واقعا جمعه رو در میاری واسه. ولی خط خودت هم برداشت کشتی. اما شما راجع به زباله ها خوشگوتر تفکیق میکنید تو زندگیتون یا همه زباله رو با هم یه جا دیگه؟ من این خره ها زباله ماشالله فقط میخورم بنده خدا. دور از جون این خانم هم جمع میکنه دیگه، نمیدونم اون چیکارش میکنه خوشگوتر رو. ولی من میگم برای بازیافت میگم این آنه. همه به مردم نصیحت میکنن و نمیدونم این کار رو بکنی زباله رو اون کار رو بکنی، خودشون چیکار میکنن؟ خودشون چیکار خودشون که ولی الان گفت یه بارم آقا مجید توی برنامه مثل برنامه شما اینا رو بیارین مثلا ها، مثلا همین آقا رو بیارین راجب دلار ازش سوال کنیم، میگه آقا چیکار میکنی دلار؟ دلار دلار جهانگیری 4200 یا نه دلار یه شبه میره بالا سه شبه میاد پایین دو شبه میره بالا، چجوری این کار میکنی؟ یه بارم اینا رو باید بیاری سوال کنی. و الا زباله رو خشک‌تر بالاخره همه با هم میسوزه میمیره تر و خوش. بعدم ما سوا سوا بدیم مگه بازیافت میشه؟ میشه واقعا؟ خب اینو نمیکنن، بازیافت نمیکنن. نه دیگه ببین شما هر جوری بذاری بنده خدا یه سری آدمی هستن که دارن از این تو نون میخورن. بله یعنی بهش مثل اینکه میگن چی طلای کثیف نمیدونن نفت طلای کثیف طلای کثیف این بنده خداهایی که مثلا بابا من با چش خودم دیدم غذای یه بار مصرفو در آورد خب زد این بر اون بر آشغالشو خورد. ولی خب تفکیک کنیم کار بچه شهرداری راحت میشه. ولی حالا خدا وکیلی این شهر رو زبالهاشو جمع کردن خیلی سخت. خیلی هاشون خراب میشه مثلا میگم دستشون رو میبوشیم خیلی هم زحمت میکشیم. منم بگم دیگه آره بگو چه فایده داره فقط باید بگی زباله نه از این زباله ها آب داره کاغذ مثلا اون تو باشه خراب میشه یا شیشه میذاریم میمیده دیگه بازیافت نمیشه واقعا وقتی که کیک نشه در مبدا. ولی میگم من چیزی که میدونم دارن پولشو میگیرن که من ولی زحمت هم داره خیلی این همه زباله بله اصلا بیرون از بابا همینجی از خونه میخوای زباله ببرید دمه در سه روز طول میکشه وقت نمیشه بابا خارج از تهران دیگه مثل قدیم نیست که مثلا دار و علف و یونجه و اینا باشه. مقوا میخورن گوسفندهای بیچاره، نمیدونم پوشک بچه میخورن دست دوم، صداهاشون هم اینجوریه دیدی مشکل ریه و اینا دارن. ولی گوسفندهای طرف ما اردبیل صداشون عین خواننده اپراست صاف کشیده. این گوسفندهایی که مال این ورن حسن آباد و فلان اینا اینجوری هم من خریدم عید قربون اینا چیزه. آره بنده خدا همش دارن کاغذ و فلان. ما سر فیلم برداری بودیم تو شمال بهمون غذا میدادن تو این ظرفایی که میگن گیاهیه، غذا رو که میخوردیم ظرف رو میدیم تو چیز تو این کیسه زباله مرغ و خروسا نه میومدن میخوردن نوک میزدن میخوردن اصلا باورت نمیشد و فردا دیگه ظرف رو مینداختیم میومدن میخوردن مرغ و خروسا. بابا ما ماشین جیان داشتیم صبح بلند شدیم دیدیم نصف گلگیریشو داره عین نونقنده میخوره خرچ 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 بابا چیز بود فایبر گلاس بود، فایبر گلاس هم من نخورده بودم خیلی خوب بود. در آینده بعد همین چیزها رو بخوریم دیگه گوشت کیلو 150000. نظرتون راجع به تهران چیه؟ تهران قدیم و تهران جدید؟ تهران عین درون مردمه، بیرونش خوبه درونش خوب نیست. تهران از بالا خوبه، دورنماش خوبه، لانشاتش خوبه. اگه مثلا برای 1400 به بچه شما بخوایی بگی چه پیشنهاداتی میدی؟ چه چیزایش خوب میکنه تهرانو؟ چه کارهایی رو انجام بدن؟ همون درونش هم خوب بشه؟ مثلا پل هوایی بسازن یا فضای سبز بیشتر بسازن؟ به نظر من از این ترامواهایی که توی حضرت معصومه هم زدن بله و نمیدونم به چه دلیل متوقف شد، آره یه همچین چیزی لازم داره دور تا دور تهران، یه همچین چیزی لازم داره.
یه 4 جاده اساسی مابین شهر تهران به عنوان به علاوه، یکی از شمال به جنوب، یکی از شرق به غرب لازم داره. بعدم اینکه تولید ماشین یا نمره کردن اتومبیل یه ذره با حساب کتاب باشه، خیلی بیدر پیکره. تهران خیلی جاهاش پارکینگ اتوباناش، خیابوناش دیگه خیابون نیست برای رفتام. باشن میری اونجا باید خاموش کنی، چون بنزین علکی داره مصرف میشه، هوا داره خراب میشه، خاموش کنی بشینی. این خوب نیست. تهران دیگه برای زندگی کردن خیلی سخت شده، خیلی سخت شده. خب این با این حساب میگید نظرتون میدونه که بیشتر باغ و بوستان و تهران رو یه خورده که الان شده به اطرافش رسیدگی بشه، طرف از گرمدره به خاطر مدرسه خوب نیاد تهران، به خاطر کلینیک خوب نیاد تهران. شهریار خیلی جای بزرگیه، ولی خب مثلا طرف برای خاطر یه دکتر خوب از اونجا نیاد تهران، برای خاطر یه بیمارستان خوب از اون شنیدم شهریار به اون بزرگی یه بیمارستان خوب داره و این حیفه. یا کرج بزرگترین بیمارستان جهان شهره به نام شهید مدنی، من رفتم اون تو، حیفه این اسم شهید مدنی که رو اون بیمارستانه، با قصابخونه کشتارگاه هیچ فرق نمیکنه. مدیر تولیدمون با موتور تصادف کرد، من رفتم این بنده خدا رو اونجا آوردم بیرون. یه خورده توجه بشه به زیر ساختای شهری. همین خیابون فرشته، شما کلی جاهای خیابونه توی این محله الهی فرشته رابندونه. بله. برج ساختن ولی فکر عمر و مرور رو نکردن. هیچ کس هم یه مترشو نهده، چون متری مثلا 20 میلیون تومن بوده، یارو گفته چرا من بدم اون یکی بده. همجوری تنگ مونده. یه جاهایی بعد این ماشینه وایس اون یکی بیاد رد شه. بعد ساختمون هم متری 35 میلیون تومن. بله. خب بچه‌ها بریم یه آرام سشن ببینیم، یه برنامه ببینیم، برگردیم. خوش گذشت واقعا. خوش تلفن گذشت. هم دست داره؟ بله. آفرین. آخه مهران غفوریان هم اومده بود همچین بعد. نه من چون تو آرم استیشن بودی، ببخشید، میخواستم یه چیزی رو ببینم، یه چیزی یادداشت کرده بودم که میخواستم بله. از دکترم تشکر کنم، نگاه کردم درسته. که یادم نره، چون اما اکبرم تشکر کرد. ما متاسفانه تو این هفته قبلم یکی از چند تا عزیز رو از دست دادیم. یکیش عزیز دلم احمد پورمخبر نازنین بود که با هم دیگه باهاش یه کار مشترک داشتیم، دل داده. بله خدا بیام. و خدا رحمتشون کنه. روح الله رجایی عزیز از دوستان خوب خود محمود، از بچهای مطبوعاتی و اصحاب رسانه بود که برای کرونا متاسفانه و سه فرزند کوچک داشت. دوست نازنین بود و سردبیر روزنامه جامعه جمع بود این اواخر و خیلی جاها فعالیت کرد توی برای هلال احمر. آقای مرتضی حیدری هم از بچهای آتش نشان بود که 91 توی شور آتش‌سوزی شد، متاسفانه اونجا به شهادت رسید. اینا آمرزیدن و مرد بودن، مردای روزگار. ما رو بیامرزن. و خیلی از مردا رو متاسفانه حالا در بیماری کرونا ما از دست دادیم. یه چیز گیاهی رو من چون تست کردم، یه داروی گیاهیه، میتونم اینجا از طریق برنامه شما اعلام کنم، ضرری نداره، حتی برای سالم‌ها هم خوبه. به اندازه نصف استکانهای کمرباریک آب پیاز از تنظیف رد بشه، آب پیاز، دو قاشوق چایخوری سرکه، یه قاشوق چای زیتون و دو قاشوق چایخوری آب زنجبیل، اینو بخوره آدم، کروناش کاملا، نه اینکه حالا
100% باشه، ولی کاملا میاد پایین و این جهاز دوفونی میشه. خیلی از متاسفانه ما مردان نازنی پرستارامون رو از دست دادیم. ما به هر کی گفت خدا پدرتو بیامرز، حالا ضرری نداره چون آب پیاز، زنجبیل، روغن زیتون هیچ ضرری برای انسان نداره، حتی اونایی که نیستن بخورن جلوگیری میشه. اینو امتحان کنید. چشم. ما این مردان با احترام به همه مردان عزیز و هر هفته برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به یک بزرگواری. آقای روح‌الله رجایی خبرنگار، ایشون خبرنگار بود. کرونا. بله کرونا بودش. اون عزیزم که جانباز. بله. یعنی با جونش. ما با همه احترام به این عزیزان برنامه این هفته‌مون رو می‌خوایم تقدیم کنیم به مردی که به همه عزیزان یادی کردیم، ازش گفتیم به مردی که مثل کوه بلند بود و هرچند متاسفانه حضورش مثل خواب کوتاه بود و با این حضور کوتاه قلبای همه ما رو با صدا و هنر و ترانه‌هاش به تپش واداشت. فرهاد مهراد عزیز. بح. و تقدیم میکنیم به فرهاد مهراد عزیز. بح. کسی که به ما یاد داد، یه شعرش بود یادم نمیاد، من و تو کم هم نه که می باید با هم باشیم. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به فرهاد مهراد عزیز. صدای بی صدام مثل کوه بلند، مثل خواب کوتاه، یه مرد بود یه مرد. با دستای فقیر، با چشمای محروم، با پاهای خسته، یه مرد بود یه مرد. روحشون شاد، یادشون گرامی. ما دیگه با شما خداحافظی میکنیم، خیلی هم اذیتتون کردیم. از این طریق به همسرشون هم تسلیت میگیم، انشالله که بقای عمر ایشون باشه. این هم خدمت شما یک لوح ناقابل. بح. و امیر جان عزیز. مرسی بخشید من بلند شم که دیگه. و این هم امشو ها؟ بله شما این هم یک هدیه ای از حامی مالی برنامه همون ویترینه بیترین شاپه که بچه‌ها میتونن برن خرید اینترنتی بکنن. مردم عزیزمون از این تلفن جدیداست همین دو تا یه اتکلونه. اتکلون سه نکن دیگه چون کار اتکلون همه میشناسنش. آخه مردم عزیزمون دیگه این برند رو میشناسن، بیترین شاپ. و خیلی هدیه برای شما در نظر گرفته بودن. خیلی خوب، مرسی مرسی، ممنون که زحمت کشیدی امو اکبر عزیز. قربونتون برم، اومدین و کلام آخر اگر نه کلام آخر شما بگی. خوشحال بودم در خدمت دو تا عزیز بزرگوار. و این روزا خیلی سخت شده. برای همه آرزوی سلامتی میکنم و درآمد یا پول فراوان، چون میدونم هر چقدر هم پول داشته باشین زندگی باز سخت‌تر از این حرف است. قربون شما. انشالله اگه آقای روحانی اجازه داد ما تلویزیون هم میاییم سرتون هم گرم فداتون بشم. انشالله که پاینده باشی امیر جان. مرسی. منم تشکر میکنم از شما همه عواملتون. انشالله که حرفامون به کسی بر نخوره. گفتیم خندیدیم حال کردیم. بله. اگر تو حرفامون چیزی اطلاعات اشتباهی دادیم، جاییشو اشتباه گفتیم یا خدایی نکرده به کسی من که اشتباه برخور... نکردم. من هر چیزی گفتم. نه یه دو سه تا یه قیمت جدید دلار رو دادی و اینا رو می‌خوایم بذارین هم من یه پخش شد رفت چیز توی چیز لایو نبود، شوخی داشتیم می‌کردیم. ما مخلصیم، دمتون گرم. ما رو ندیدین ما رو هم حلال کن. قربان شما. جالب که پاینده باشی قربان. دو قلواتون بدم فدا.
قرمزت مثل آسمون تو در قلب تو دنمونو بر میدونی هواد واسم نفسه الان میفهمم چرا آدمون سیب و خور باشم مثل من مثل تو آتشم و یه قرمز تو هر شب که با تو بر میخورم سر میشه آسمان رو دل تو خوبا یه طرف تو یه طرف تو یه مرواریدی تو عمق صدف یه هدف دار شده دل تب دارم یا دیگه نکنش وقت و طلب همه خوبا یه طرف تو یه طرف تو یه مرواریدی تو عمق صدف یه هدف دار شده دل تب دارم یا دیگه نکنش وقت و طلب زدن تو بودی که منو میدون ندیدی اگه همه نارفیقا پر زدن تو بودی که دردمو به جون خریدی دیگه به تو عادت کردم دور همه اضافی و خط هستم کشیدم و راحت کردم خودمو اومدی حس کردم همه خوبای طرف تو یه طرف تو یه مرواریدی تو عمق صدف یه هدف دار شده دل تب دارم یا دیگه نکنش وقت و طلب همه خوبای طرف تو یه طرف تو یه مرواریدی تو عمق صدف یه هدف دار شده دل تب دارم یا دیگه نکنش وقت و طلب برای گروه پازل عزیز مرسی. مرسی از محبتتون دعوت ما رو پذیرفتیم به نمایندگی از شما ما اینو میدیم مقابل قربونتون برم دم همتون گرم واقعا یک بار دیگه دست بزنیم به افتخار گروه پازل عزیز من یه تشکرم می‌خواستم بکنم از کنسرت‌گزار عزیزمون شرکت فرهنگ هنری آوای صلح به مدیریت جناب دکتر زمیری که واقعا زحمت فراوانی کشیدن در این یک سال خورده ای اخیر که ما باهاشون قرارداد بستیم زنده باشین دم همتون گرم بازم ممنون متشکرم با امیرحسین دنیا هستیم قربونتون برم فداتون بشم بله امیدواریم که تا اینجای برنامه لذت برده باشید تمام قسمت‌های برنامه رو میتونید از طریق نماوا دنبال کنید با کد تخفیف امشوشست بله با کد تخفیف امشوشست شما میتونید به جز برنامه امشو تمام سریال ها و فیلم های دیگه ای که داخل نماوا هستش رو تماشا کنید و لذت ببرید بله و همینطور اپلیکیشن پرداختی ایوا رو میتونید نصب بکنید و تمام فعالیت های پرداختیتون رو به راحتی اونجا انجام بدید درسته علاوه بر این شما میتونید داخل قرعه کشیش هم شرکت بکنید فقط کافیه عدد یک رو به 2444 همین الان اسمس کنید فرصت رو از دست ندید خیلی هم عالی 18 مرداد ما قرعه کشی بزرگ ایوا هست حتما تو قرعه کشیشون شرکت کنید بله. میریم برای اسکرین‌شات آخرمون بله. ستای آخر رو بگیریم خب اولی رو من میگیرم بفرمایید برنده خوششانس 1,000,000 تومانی رو به دوربین بفرمایید 1,2,3 شد آقای علیرضا هوشیار بله لایو من یه مقدار گیر کرده شما میخواهم بگیرم آره شما بگیرید یه دونه دیگه
آقای پویا آندرلاین مقدس. بله من شما سومی رو هم بگیرید. اینترنت من مشکل داره. یکی دیگه. ربابه نودهی. خیلی هم عالی. امیدوارم که مبارکتون باشه. مبارکتون باشه. میریم کنار آقای صالحی. بله خیلی خوب. پایان برنامه رو اعلام میکنیم. ما امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشید. بله الان قراره بعدی بریم پیش آقای سامان احتشامی و موزیکشون رو گوش کنیم. بله بسیار عالی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خسته نباشین، قرمتون برم. ما از امشب یه تصمیمی هم گرفتیم در اتاق فکر، یه فکری کردیم، گفتیم از این بعد از شما هم کمک بخوایم و در واقع تا اینجا هم شما خیلی کمکمون کردین. صدای بچه های خودمون آره؟ ببخشید صدای فکر کنم امو اکبر و امیر هنوز دارن میرن و این جنجال مال اوناست. خواستیم شما هم بیاییم وسط. با سامان احتشامی من ازشون خواهش کردم. سامان جان توضیح میدی برامون؟ خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که دوستان عزیز، نوازندگان محترم، من و بچه های امشو با هم تصمیم گرفتیم که در این زمانی که بیشتر مجبور هستیم تو خونه ها بمونیم و به خاطر اینکه مریض کرونا اومده، خواستیم که با هم خوشحالی بکنیم، بیشتر شادی کنیم، بیشتر خودمون رو سرگرم کنیم. گفتم که چیکار کنیم. عرضم به خدمت شما که تصمیم گرفتیم که یک قطعه ای رو من اجرا بکنم از قدیم که مار مرتضی خان نیداوود بوده و برای گوش همه ایرانی ها آشنا هست. تمام ایرانی هایی که از سراسر دنیا دارن برنامه ما رو میبینن توانایی اینو دارن که یک دقیقه از این آهنگ رو بنوازند. هر سازی میزنن، فلوت میزنن، فاگوت میزنن، کرانگل میزنن، نی میزنن، سنتور میزنن، اوت میزنن، هرچی، چون این قطعه توانایی اینو داره که شما با هر سازی اجرا بکنین و در صفحه شخصی خودتون زیر یک دقیقه، منم خودم سعی میکنم زیر یک دقیقه پیانو بزنم، زیر یک دقیقه این قطعه رو مقدارش رو اجرا بکنید و در صفحه شخصیتون قرار بدید. هشتگ امشو بنواز. بله امشو رو تگ بکنید، صفحه امشو رو تگ بکنید و با هشتگ امشو بنواز پیدا کنیم، پیجاشو که ما راحت‌تر میتونیم ویدیوشو پیدا بکنیم. بله بله حالا من براتون اجرا میکنم. برنامه بعدی ما بذاریم و ببینیم ان شاء الله ببینیم که چی بنوازیم. من فقط از شماها در میارم. سامان اینم باز بهتون بگم برای اپلیکیشن ایوا که عدد 1 رو به 2444 ارسال کنین که به اپلیکیشن نصب کردین، بعدم توی قرعه کشی شرکت میکنین که یه ماشین آفرود داره و 18 مرداد قرار در امشو قرعه کشیش انجام بشه. عدد 1 به 2444. خب بریم زیر یک دقیقه این آهنگ رو اجرا کنیم. استاد سامان احتشامی عزیز. Thank you.
املاک فیلم‌های بامزه‌ای از این قطعه برای دربی. سریال هزار دستان ساخته علی حاتمی بزرگوار. آها یه جریانی داره، من بذار بگم. جواد اومد. ما که این آهنگ یک پیش درآمدی هست که توسط مرتضی خان نیدا بود، ساخته شده در دهه در 1300 و در سال 55-56 به پیشنهاد جناب علی حاتمی خدا بیامرز به آقای مرتضی حنانه این پیشنهاد داده شده بوده و این قطعه توسط استاد مرتضی حنانه برای ارکستر بزرگ ارنجمان شده و روی تیتراژ هزار دستان گنجانده شده. خب دوستان عزیز، این آهنگو با هر سازی اگه نواختین با هشتگ که امشو آندرلاین بنواز برای ما بفرستین، یا ما میگردیم حتما با این هشتگ بریم که ما پیدا کنیم ویدیوهاتون رو ببینیم و توی برنامه پخش کنیم. قربونتون برم جانم. جواد جان، من میخواستم بپرسم که چرا همه یه چیزای خوب برای آقا سامانه؟ اوه این حرفا چیه؟ یعنی هشتگ و کمپین و اینا چرا؟ منم میخوام الان یه کمپینی راه بندازم. خب ما توی اتاق فکری که داریم بچه‌ها با هم دیگه نشستن اینو گفتم برای اینکه مشارکت مردم به طلبن و مردم هم با هم همکاری داشته باشن. من که میدونم الان همه ی اتاق فکر الان تو اون واحد سیار نشستن. من ایدمو میگم، اگه دوست داشتن به شما تو گوشی میگن. الان اینو همه میدونن دیگه. آقا رضا، آقای مظلومی، اینا چشم. بگن ایدهشونو. باشه. دوستان عزیز، این کاری که من انجام میدم در یک دقیقه 30 ثانیه هر چقدر دلتون میخواد انجام بدین با هشتگ امشو گمشو ای. قافیه داره دیگه. بعدی اصلا توی چی به توی هشتگ چی؟ امشو گمشو. نه ببخش، این چه اسمیه داری میگی؟ قرمونت برم یه اسم لاغل اگر میخوای بذاری این چالشو یه اسم خوبی بذاری. خب هشتگ امشو شلشو. شلشو خوبه؟ قافیه داره باله. هشتگ میگن امشو چالش، موافقی؟ امشو چالش هم با حال حال فکر میکنم تکراری باشه ولی بشنگه. بله بفرمایی. فقط یه خدافزی دیگه آماده کرده بودم، خواستم اول اونو بخونم. اول خدافزی تو بخون ببخشیم. تو خیابونا بودم، با بی پولا بودم، با خوبا بودم، با اونا که خودشونو با کارت میخارونن، با بودم، با اونا بودم، اما من اونا نبودم. خب آفرین، آفرین. باحال نبود؟ چرا باحال بود؟ بله ننو کردم، چقدر عالی. به افتخار جواد دست بزنیم. نه اصلا مال من نیست. بله یه دوستی دیگه اینو سروده، چون قشنگه من گفتم اینجا اجراش کنم. خب یه لحظه من تو ذهنم گفتم اینم کارتو بس بگو اون هشتگی هر ارائه. هشتگ چی شد؟ امشو چالش؟ بله امشو چالش. دوستان عزیز تیتراژمونو که شنیدین میگه بیا امشو با هم عهدی ببندیم، حتی در اوج بدبختی بخندیم. اینو میخونین، این حرکت هم انجام میدین. ببینین، بیا امشو با هم عهدی ببندیم، حتی در اوج بدبختی بخندیم. یه بارم توضیح بده چی جوریه. یه بار توضیح بده. توضیح نمیخوام. هر کی تونست این کارو بکنه من خودم جایزه میدم بهش. خیلی سخت بود. من نمیتونم. بعد تمرین. خب بریم برای خدافظی. کار آقا جوادم انجام بدیم. برامون بفرستید. سامان جان خدافظی فراتون باشم. ان شاء الله که هر جا هستید خوش و خرم و سلامت باشید. کرونا از تمام جهان بره، همه سالم باشن ان شاء الله. یادتون نره با هم مهربون باشیم. امیدوارم از این امشو تا امشوی بعدی هیچ کس سر غمگین رو بالش نذاره. مراقب همدیگه باشین، برقرار پاینده باشین. یا حق فدا چم تیتراژ رو ببینیم. بیا امشو با هم عهدی ببندی، حتی در اوج بدبختی بخندی، سر غم مثل شادی پا بکوبی، با قشون یأس و غصه ها به جنگی، شاد و دستمال به گردون و به لرزون بالا سر، گرد و خاک غم و غصه ببر از سینه و سر، به تکون غبار غم از سر و سر شوره، از همین ناله ی نی تو حال مسرور ببر. بیا امشو با هم حتی در اوج بدبختی بخندی، سر غم
بزنم.